آقای کاتوریان، ایشون کاراگاه اریل هستن، منم کاراگاه توپولسکی. کی اینطوری ولت کرده رفته؟ چطوری؟ کی اینطوری ولت کرده رفته؟ یا آقای، چرا خودت در نیاوردیش؟ احمقانه است. فکر نمی‌کردم اجازه داشته باشم. احمقانه است. ایشون کاراگاه اریل هستن، منم کاراگاه توپولسکی. من برای شما و کارتون خیلی احترام قائلم. واقعا خوشحال میشم اگه کمکی از دستم بر بیاد براتون انجام بدم. خوشحالم که اینو میشنوم. من مثل بعضی از اونایی که میدونی که نه نمیدونم بعضی از اونایی که چی؟ بعضی از اونایی که هیچ احترام برای پلیس قائل نیستن. من مثل اونا نیستم. هیچ وقت حالا سر کارم به پلیس نیفتاده. هیچ مشکلی درست نکردم تو کل زندگی. تا امروز سر کارت به پلیس نیفتاده. الان مگه مشکلی درست کردم؟ پس راست چی اینجایی؟ نکنه خیال کردم یکی از دوستاتی ما آوردی میتونی اینجا که با هم بگیم بخندیم خوش بگذرونیم ها؟ ما تو رو به زور از سر کار لعنتیت میکشیم و میتونی اینجا اون چشمند لعنتی بزنیم به چشمه لعنتیت. ما دوستتیم؟ نه ما دوست هم نیستیم ولی امیدوارم دشمن هم نباشیم. دارم میخواد همچی محکم بزنم تو اون کله پوکت. بله؟ من یواش حرف میزنم تو پرسی من یواش حرف میزنم؟ نه تو یواش حرف نمیزنی. من یواش حرف میزنم؟ نه یواش حرف نمیزنی. من خودم میدونستم یواش حرف نمیزنم. هرچی بخوام بهتون میگم. هرچی بخوایم میگی؟ ما اصلا سوالی کردیم هرچی بخوایم میگی؟ حالا یه سوال، فکر میکنی چقدر بتونی عصبانیمون کنی که همین الان لتو پارت کنیم ها؟ بفرماییم یه سوال. من همه تلاشمو میکنم پسر خیلی خوبی باشم. همه سوالات شما رو جواب بدم، شما عصبانی نشین، لتو پارم نکنید. خیلی خوب، به این میگن یه شروع خوب. حدس میزنی برای چی آورده بتی؟ نگاه کن چرا زودتر شکنجهش نمیکنیم، همین مزخرفات رو تمام نمیکنیم بره. آخه برای چی؟ برای چی؟ اریل اینجا رئیس کیه؟ منم یا تو؟ متشکرم. حدس میزنی برای چی آورده بتی اینجا؟ خب خیلی سعی کردم به یه چیزی فکر کنم ولی نتونستم هیچ دلیلی پیدا کنم. خیلی سعی کردی به یه چیزی فکر کنی ولی نتونستی هیچ دلیلی. آخه کاری نکردم، هیچ کار خلافی نکردم، هیچ کاری که ضد کشورم باشه نکردم. این همه فکر کردی کاتوریان، بازم نتونستی حتی یه دلیل پیدا کنی که برای چی آوردیمت اینجا؟ خب یه حدسایی میزنم ولی هر چی فکر میکنم نمیتونم ربطش بدم به آوردنم به اینجا. ربطش به چی؟ از چی به چی؟ ها ربطش به چی؟ خب احتمالاً ربط داره به شما. داستانای منو با خودتون آوردین، همشون اونجا. درسته؟ تو داشتی کاغذایی که جلو من رو میخوندی؟ نه من نمیخوندمشون. شاید این کاغذها اسناد محرمانه باشه، تو باید بخونیشون. من نمیخوندمشون، من فقط یه لحظه چشم بهشون افتاد، نمیتونستم نبینمشون. شما قدرت دید پیرامونی داری؟ بله. حتی اگه قدرت دید پیرامونی هم داشته باشی، برای خوندن این کاغذها مجبوری یه وری بچرخی از پهلو، یه وری از پهلو بچرخی تا ببینید. یه وری از پهلو بچرخی ببینی. دیدی؟ آخه ما برای چی باید تو رو بر داستان نوشتن آورده باشیم اینجا؟ داستان نوشتن که جرم نیست. خب این دقیقاً همون چیزی که منم داشتم بهش فکر می‌کردم. این جای قانون مملکتم نوشته نشده که داستان نوشتن جرم. دقیقاً اصل مطلب اینه. اصل مطلب چیه؟ منظورم اینه که منم موافق شما هستم. ببینید شما این چیزا رو حتما می‌خونید. پلیسا همه اینجوریان، دولت‌ها همه اونجوریان. من میگم اگه یه اعتقاد سیاسی خاصی داری بشین مقاله بنویس. برای چی داستان می‌نویسی؟ چیکار به جنایت چپ و راست داری؟ حرف لعنتی خودتو بگو. یه آدم بزرگی یه روز به من گفت اولین وظیفه قصه گفتنه. من به این حرف کاملا اعتقاد دارم. اولین وظیفه قصه گفتنه. شاید هم تنها وظیفه قصه گفتنه. آره خیلی خوب حرفش دادم نمیاد. به هر حال کاری که من میکنم اینه، داستان می‌نویسم. نه دنبال هدف سیاسی اجتماعی خاصی هستم، نه هیچ چیز دیگه. برای همین نمی‌فهمم برای چی اینجا هستم. میدونی؟ مگه اینکه شما چیزی توی داستان من پیدا کردین به نظرتون سیاسی میاد؟ که اگه اینجوریه فقط کافیه به من بگین با کجاش مشکل داری، من خودم پارش میکنم، میسوزونمش. متوجه این؟ متوجه این چی میگم؟ ببین من الان باید یه فرمی رو پر کنم. این فرم برای اینه که اگه وقتی یه مشکلی تو زندان برات پیش بیاد بدونیم باید با چی کار کنی. خب من فکر میکنم همینجا یه اشتباهی تو اسمت اتفاق افتاده. گفتی فامیلیت کاتوریان؟ آره؟ بله. دیدی اسم کوچیک تو کاتوریان نوشته؟ نه اسم کوچیکم کاتوریانه. اسم کوچیکم کاتوریان. بله. فامیلیت هم کاتوریان. بله. یعنی اسمت کاتوریان کاتوریانه. پدر مادرم آدمای با نمکی بودن. اولین حرف اسم وسطت کاف. یعنی اسمت کاتوریان کاتوریان کاتوریان. گفتم پدر مادرم آدمای با نمکی بودن. به جای با نمک بهتر نیست بگیم احمق خرف؟ آره خیلی بهتره. موافقم. آدرست هم شماره 4443 خیابون کامنیزه. بله. اونجا زندگی میکنی با برادرم مایکل. مایکل چه عجب اسم لعنتی این کاتوریان نیست.
برادر عقب افتاده است به؟ نه عقب افتاده نیست، فقط بعضی وقتا یه چیزایی رو دیر متوجه میشه. بعضی وقتا یه چیزایی دیر متوجه میشه. بسیار خوب. نزدیکترین فامیل مایکل دیگه. ببین یه تشریفات اداری کاتولیک مجبوریم انجامش بدیم دیگه. محل کار کشتارگاه کامنیست. کشتارگاه کارتو دوست داری؟ نه ولی خیلی هم بد نیست. سلاخی حیونا. نه من سلاخیشون نمیکنم، من فقط تمیزشون میکنم. تو سلاخیشون نمیکنی، تمیزشون میکنی. تو تمیزشون میکنی، سلاخیشون نمیکنی. بله من سلاخیشون میکنم، تمیزشون میکنم. فقط تمیزشون میکنی. تو پرسکی سلاخی نمیکنه، تمیزشون میکنم. متوجه شدم. متوجه هم. این اون فرمی نبود که گفتم اگه مشکلی برات پیش میاد باید پر بشه. پس چی بود؟ سر کارش گذاشته بودم، یه تیکه کاغذ میدادم میخواست پر پورش کنم. مردان کوچک سیبی. مشکلش چیه؟ این بهترین داستان من نیست ولی یکی از بهترین داستانهای منه. درباره دختر بچه‌ای که پدرش باهاش بدرفتاری میکنه. اون پدرای تو انگار یه عالمه داستان داره که از اون پدرای چی؟ چی؟ از اون پدرای یه داشی میگفت. اون نماد یه چیزیه؟ نه اون فقط یه پدر بده همین. منظورتون از این که میگین نماد یه چیزیه چیه؟ پس اون پدر بده. بله دخترشو کتک میزنه. دلیل بد بودنش هم بله. اینه. چه کار دیگه با این دختر کوچولو میکنه که از اون پدرای بده؟ خب فکر میکنم خود داستان گفته شما میتونید برداشت شخصی خودتون رو داشته باشید. ما میتونیم برداشت شخصی خودمون رو داشته باشیم. واقعا میتونیم؟ بله. تو داری به ما میگی که ما میتونیم برداشت شخصی خودمون داشته باشیم. واقعا میتونیم؟ ما خودمون خوب میدونیم که میتونیم برداشت لعنتی شخصی خودمون داشته باشیم. متوجه. متوجه هستم. متوجه هستم. برای این ناراحت شده چون ما خودمون میدونیم میتونیم برداشت شخصی خودمون رو داشته باشیم. آیه کاتوریان دقیقاً چند تا داستان داری که توش با دختر بچه یا پسر بچه بدرفتاری شده؟ یه چند تا خیلی لعنتی، یه چند تا، یه همین 20 تا داستانی که همون اول انتخاب کردیم درباره بود که دهنه دختر کوچولو اینطوری سرویس شده، دهنه پسر کوچولو اینطوری سرویس شده. این که دلیل نمیشه، من هدف خاصی ندارم از اینکه بگم. چی نداری؟ شما میخواین بگین که من میخوام بگم که بچه‌ها نماد چیزی هستن؟ ما میخواین بگیم بچه‌ها تداعی کننده مردم یا جامعه یا چیزی هستن؟ ما میخواین بگیم این لعنتی همین الان داره حرف تو در حساب برده ما میذاره. ما میخواین بگیم بذار خودمون برداشت لعنتی شخصی خودمون داشته باشیم. هر کسی میتونه برداشت شخصی خودش داشته باشه. من حرف میزنم دست لعنتی تو بنداز پایین. خب اریه دست لعنتی تو بنداز پایین. بلند شو سر جات بشین لطفا. در ضمن لازم بدونی من پلیس خوبم، این پلیس بده. مردان کوچک سیبی. پدر ما دختر کوچولوش رفتار خیلی بدی داره. یه روز دختر کوچولو چند تا سیب برمی‌داره، اونا رو به شکل مردای کوچیکی کنده‌کاری می‌کنه. چشمای کوچیک، ناخنای کوچیک، انگشتای کوچیک. بعد اونا رو به پدرش میده، اما بهش میگه اون سیبا برای خوردن نیست و پدرش باید اونا رو به عنوان یادگاری نگه داره. ولی پدر چند تا از اون مردای کوچیک سیبی رو می‌خوره. فقط برای اینکه لج دختره رو در بیاره. می‌خوام باز کنم. نه. فقط برای اینکه لج دختره رو در بیاره. غافل از این که توی این مردای کوچیک سیبی تیغ ریش تراشی جاسازی شده. پدر با خوردن تیغا دست و پا میزنه و میمیره. این پایان داستان نیست، داستان ادامه داره. ولی متاسفانه داستان ادامه داره. همون شب دختر بچه از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که چند تا از اون مردای کوچیک سیبی دارن روی سینه‌اش راه میرن. اونا دهن دختر رو باز نگه میدارن، بهش میگن تو برادرای کوچیک ما رو کشتی. تو برادر کوچیک. بله کشتی. بعد از گلوی دختر پایین میرن. دختر بچه اونقدر سرفه میکنه که از گلوش خون میاد و میمیره. پایان. یه پیچش داستانی کوچیکه. تو زیاد اطراف محله یهودی آمریکا توریان؟ محله یهودیان نه، من فقط بعض وقتا از اونجا رد میشم. میرم دنبال برادرم، مدرسه‌اش اونجا. اونجا فقط محله یهودیان نیست، خیلی از اونجا رد میشم. برادرت هنوز میره مدرسه؟ میره مدرسه، بچه‌ها که اختلال یادگیری دارن. مشکل من ربطی به یهودیا داره؟ من هیچ یهودی رو نمیشناسم. هیچ یهودی نمیشناسم. من هیچ چیزی علیه هیچ یهودی ننوشتم، نگفتم و هیچ کاری علیهشون نکردم. تو هیچ کاری علیه هیچ یهودی نکردی؟ نه. باید میکردم؟ نه. باید میکردم. جواب خوبیه. نه باید میکردم. از یه طرف یه جورای بزدلانه و چاپلوسانه است و از طرف دیگه خیلی سربسته و طعنه‌آمیز و جسورانه است. من نمیخواستم جسارت کنم. پس میخواستی چاپلوسی کنی؟ نه. پس میخواستی جسارت کنی. اریه؟ گوش کنی من نمیفهم برای چی اینجا. من نمیدونم
شما از من چی میخوام بشنوه. من هیچ کاری الان هیچ کسی نکردم. من فقط داستان می‌نویسم. کار من همینه. یه جا میشینم داستان می‌نویسم. آخ من یاد یه چیزی انداخت. میرم با برادری صحبت کنم. برادر مدرسه من و اریل کاتوریان یه قرار خیلی بامزه‌ای داریم. همیشه هر وقت میگیم منو یاد یه چیزی انداخت، درست اون وقتی که اصلا ما رو یاد اون موضوع انداخته، ولی ما همینجوری میگیم منو یاد یه چیزی انداخت. بامزه است نه؟ برادر مدرسه است. برادر دیگه اتاق اون برتره. اون میترسه. انگار خودت هم ترسیدی؟ آره آره منم یه ذره میترسم. تو برای چی ترسیدی؟ میترسم برای اینکه برادرم یه جایی ناآشنا تک و تنهاست. میترسم رفیقت بره با لگد له و لوردش کنه. میترسم رفیقت بیاد اینجا منم بگیره زیر مشت و لگد. اگه چیزی توی این داستان هست که شما را اذیت میکنه، گناهش کردن منه. با اون کاری نداشته باشید. اون هیچ نقشی در برای این داستان نداره. من فقط اونا رو براش خوندم. انصاف نیست اونو درگیر این ماجرا کنی. باید همین الان بری آزادش کنی لعنتی. باید همین الان بری آزادش کنی. آوازی شرط می‌بندم الان همه وجودت پر از آدرنالین. همش داد زدن سر پلیس. همش شاید بهتر بود این کارو نمی‌کردی، ولی یه دفعه خیلی عصبانی شدی. خونسردی لعنتی تو حفظ کن کاتوریا. تو فکر کردی ما حیوونی؟ نه. بله ما حیوون نیستیم. با حیوونا سر و کار داریم، ولی حیوون نیستیم. برای برادرت هم مشکلی پیش نمیاد، من بهت قول میدم. اما داستان سه قفس آهنی در تقاطع جاده. موضوع این یکی با موضوع همیشگی داستانات فرق داره. کدوم موضوع؟ خودت بهتر میدونی. موضوع همیشگی داستانات یه دختر بچه پسر بچه دهنش سرویس شده. موضوع همیشگی داستان. این موضوع همیشگی داستان من نیست. داستان من موضوع به خصوصی ندارم. من حدود 400 تا داستان دارم که شاید 10 یا 20 تاش در مورد بچه‌ها. درباره کشتن بچه‌ها. خب که چی؟ همه این بازجویی ها به خاطر این داستان هست که بچه ها توشون کشته میشن. شما فکر میکنی من میخوام بگم برید بیرون بچه ها رو بزنید بکشید؟ من نمیگم که تو میخوای بگی برید بیرون بزنید بچه ها رو. نکنه تو میخوای بگی برید بیرون بزنید بچه ها رو. نه نه من اصلا حرف خاصی نمیخوام بزنم. همه حرف من اینه. خیلی خوب، ولی داستان سکه اگه بچه توی اون داستان هست تصادفیه. اگه موضوعات سیاسی توی اون داستان هست تصادفیه، اتفاقیه. وقتی من دارم حرف میزنم وسط حرف من نب. اگه من یه جایی مستقیم ازت چیزی پرسیدم یا مثلا با چشمام یه جوری اشاره کردم میگم خب تو الان باید چیزی بگی، تو اون وقت میتونی حرف بزنی. ولی وقتی وسط یه داستانی میگم من میخوام اینو شروع کنم. من معذرت میخوام. تو لعنتی دوباره پریدی وسط حرف من. من چیزی گفتم، حرفی زدم، با چشمام یه جوری اشاره کردم میگم خیلی خب تو الان باید چیزی بگی. کردم؟ نکردم. کردم. ببین همین الان دارم با چشمام اشاره میکنم، تو الان اتفاقا باید چیزی بگی. من دستپاچه شدم. حق داری دستپاچه بشی. داستان سه قفس آهنی در تقاطع جاده. تو این چی میخوای به ما بگی آقای کاتوریان؟ من چیز خاصی نمیخوام بگم. اون فقط قراره یه معمای بدون جواب باشه. و جواب چیه؟ جوابی وجود نداره. یه معمای بدون جواب. ولی من فکر میکنم جوابی وجود داره. پس نتیجه میگیریم من واقعا باهوشم. خب یه جورایی درست میگی. ببین ایده اصلی اینه که شما به فکر فرو برین که واقعا جواب چیه. ولی واقعیت اینه که هیچ جوابی وجود نداره. برای اینکه مگه چیزی تختر از اینم هست؟ نیست. هست؟ مردی که توی یه قفس آهنی رها شده تا از گرسنگی بمیره از خواب بیدار میشه. اون میدونه به خاطر جرمی که مرتکب شده گناهکاره، ولی هر کاری میکنه نمیتونه جرمی رو که مرتکب شده به یاد بیاره. قفس اون تو تقاطع یه جاده است و اون طرف تقاطع دو تا قفس دیگه میبینه. بالای یکی از قفس ها تابلویی هست که روش نوشته شده متجاوز جنسی، و بالای قفس دیگه یه تابلویی هست با عنوان قاتل. توی قفس مرد متجاوز یه اسکلت خاکی میبینه و توی قفس قاتل یه پیرمرد مرده. مرد توی قفس نمیتونه نوشته بالای قفس خودشو بخونه. برای اینکه بفهمه جرمش چیه از پیرمرد خواهش میکنه نوشته روی قفسشو بخونه. پیرمرد یه نگاهی به نوشته میندازه، یه نگاهی به مرد توی قفس، بعد با نفرت به صورت مرد تف میندازه. چند تا راهبه به اونجا سر میزنن، برای متجاوز جنسی دعا میخونن. یه به پیرمرد قاتل آب و غذا میدن، ولی همین که جرم نوشته شده روی تابلوی مرد توی قفس رو میخونن انگار وا میرن و با گریه اونجا رو ترک میکنن. بعد یه راهزن میاد اونجا، اینجاش مهمه، یه نگاهی به جنازه مرد متجاوز میندازه، بعد مرد قاتل رو میبینه، قفل قفسش رو میشکنه و آزادش میکنه. بعد میاد طرف قفس مرد داستان و جرم نوشته شده روی تابلو رو میخونه. راهزن لبخند میزنه، مرد توی قفس هم لبخند میزنه. راهزن اسلحه‌اش رو بلند میکنه و به طرف قلب مرد توی قفس شلیک میکنه. همونطور که مرد توی قفس داره میمیره فریاد میزنه فقط بهم بگو چیکار کرده بودم.
مرد راهزن بدون اینکه بهش بگه جرمش چیه ازش دور میشه. آخرین کلماتی که مرد توی قفس میگه این: آیا من به جهنم میروم؟ و آخرین صدایی که میشنوه خنده آروم راهزنه. هیچ چیز بدی تو این داستان نیست. اساساً چیزی تو این داستان نیست که آدم بگه کسی که این داستان رو نوشته یه آدم مریض کثافت لعنتی. همه این داستان کاتوریان برای من یک اشاره است. اشاره. چون در ظاهر یه چیزی میگه ولی در باطن به یه چیز دیگه اشاره میکنه. گفتی این بهترین داستان رو داره؟ نه، ولی یکی از بهترین داستان. آها، یکی از بهترین. تو یه عالمه داستان داری. بله، بهترین داستانم شهری روی رودخانه است. این بهترین داستان حتما یه چیزی به من میگه. تنها داستانم که کتاب شده. ما خودمون میدونیم تنها داستانی که کتاب شده. یکی دیگه هم تو مجله آزادی چاپ شده. بله. آزادی. من نمیخونمش. تو نمیخونی. من داستانم همه جا میفرستم. میدونی فقط به این امید که یه جا قبولش کنن چاپ بشه. همین. تو آزادی رو نمیخونی؟ نه. غیر قانونی نیست. میتونی بخونی. میدونم من وقت نمیکنم بخونم. من فقط وقت میکنم بنویسم. اونا بهت موضوعات خاصی میدادن. مثلا میگفتن در مورد آب نبات چوبی بنویسی. یه دختر بچه پسر بچه درنش سرویس شده بهت خط میدادن. اونا فقط حد اکثر کلماتی که میتونستم بنویسم بهم میگفتن. موضوع چی؟ انتخاب خودت بود. بله، انتخاب خودم بود. برام بخونش. همشو؟ آره همشو. وای ساده. یه جورای آدم احساس کنه تو مدرسه هست. آره، با این تفاوت که تو مدرسه آخرش اعدامت نمی کردن. بخون آقای کاتوریان، بخون. یکی بود یکی نبود. در شهری کنار ساحل رودخانه خروشان در یک خیابان سنگفرش باریک پسرکی زندگی میکرد که نمیتوانست با بقیه بچه های شهر دوست شود. بچه ها به او زور میگفتند و به دلیل تنگ دستی، الکلی بودن پدر و مادرش، لباس های کهنه و پارش و راه رفتن با پای برهنه مسخرش میکردند. اما پسرک رویایی و شاد بود و به متلک ها و مسخره کردن ها اهمیتی نمیداد. پسرک میدانست قلب رعوب و مهربان و پر از عشقی دارد و یک روز کسی این عشق را در او خواهد دید و با محبت این مهربانی را جبران خواهد کرد. سرانجام یک شب وقتی که پایین یکی از دیرک های پل چوبی روی رودخانه نشسته بود و کبودی جدید روی بدنش را وارسی میکرد، صدای پای اسب و گاری روی سنگ فرش خیابان توجهش را جلب کرد. با نزدیک شدن گاری، صورت رانندهش با شنلی سیاه رنگ نمایان شد. کلاه شنل مرد ناشناس روی چهره پر از چروک امیرش سایه انداخته بود. ترس مهیبی همه وجود پسرک را فرا گرفت، ولی پسر بچه ترسش را کنار گذاشت و ساندویچ کوچکش که شام آن شبش بود را به مرد کلاه پوش تعارف کرد. مرد از گاری پایین آمد و کنار پسرک نشست. هنگام خوردن ساندویچ، مرد از پسرک دلیل تنهایی، لباس‌های کهنه و پابرهنه بودنش را پرسید. پسر بچه همانطور که درباره سختی‌های زندگی و فقرش توضیح می‌داد، توجهش به عقب گاری جلب شد. گاری پر از قفس‌های کوچک و خالی بود که بوی گند می‌دادند. به محض اینکه پسرک خواست از مرد بپرسد چه حیواناتی در آن قفس‌ها نگه می‌دارد، مرد از جایش بلند شد و گفت: پیش از رفتنم به خاطر مهربانیت با یک مسافر خسته پیر و سعیم کردنش در غذای کم و ناچیزت، دلم می‌خواهد به سهم خودم کاری برایت بکنم که شاید امروز ارزشش را نفهمی، ولی یک روز وقتی بزرگتر شدی شاید به ارزش واقعیش پی ببری و از من تشکر کنی. حالا چشمهایت را ببند. پسرک چشمهایش را بست و مرد از یکی از جیبهای شنلش ساتور تیز و بلندی را بیرون آورد، در هوا بلندش کرد و روی انگشتان پای راست پسرک فرود آورد و هر پنج انگشت کوچولوی گلالودش را قطع کرد. وقتی که پسرک در جایش در بهت و سکوت خشکش زده بود، مرد انگشت‌های خونینش را جمع کرد و برای موش‌هایی که در فاضلاب بول می‌خوردن پرتاب کرد و به گاریش برگشت و به آرامی از پسرک، موش‌ها، رودخانه و شهر تاریک هاملین دور شد. هاملین، متوجه نکته‌اش شدی؟ هاملین. متوجه نکته‌اش نشدی؟ پسر بچه توی داستان من اشاره داره به داستان قدیمی نینواز شهر هاملین. تو اون داستان وقتی نینواز شهر هاملین میاد که با نش بچه‌ها رو افسون کنه و با خودش از شهر بیرون ببره، سه تا از بچه‌های اون داستان نمیتونن پا به پای بقیه بچه‌ها از شهر بیرون برن و به همین دلیل نجات پیدا میکنن. دو تا بچه کر و کور و یه بچه چلاق. داستان من درباره اون بچه چلاق است، اینکه چه جوری چلاق شده. همین. که اینطور. یه پیچش داستانی کوچیکه. همین. خودم میدونم یه پیچش داستانی کوچیکه. منو یاد یه چیزی انداخت. چی؟ Oh.
وقتی میگی یاد یه چیزی انداخت یعنی در واقع یاد یه چیزی نن. اتفاقا این دفعه انداخت. بیا بشین. بذارش اونجا. این تو چیه؟ باز کن ببین چیه. این صدای برادرم بود. آره. چه بلایی داره سر برادرم میاره؟ داره دهنشو سرویس میکنه. تو گفتی دستش بلند نمیکنه. من دستش بلند نکردم. تو من قول دادی باهاش کاری نداشته باشی. کاتوریان من یه افسر عالی رتبه پلیسم، تو چطور به وعده های من اعتماد میکنی؟ چه بلایی سر برادرم آوردی؟ چه بلایی سر برادرم آوردی؟ حواسی. متوجه شدی یعنی جامون عوض شد. کاتوریان داره از ما سوال میکنه. اولین سوالش این بود تو این جعبه چیه؟ نبوده تو اون لحظه اینجا نبود داشتون کودن عقب افتادن رو شکنجه میکردی. و دومی این سوال چه بلایی سر برادرم آوردی؟ چه بلایی سر برادرم آوردی؟ ببین اریل یه مشکل دوران کودکی داره، داره تلافیش سر همه عقب افتاده ها در میاره. چه بلایی سر برادرم آوردی؟ میدونی تو زیاد حرف میزنی. من معمولا اینجور موقع میگیرم دهن طرفو سرویس میکنم. ولی چون حالا داشتم این کارو با برادر عقب افتادت میکردم دستم واقعا درد میکنه. پس با یه اختار جدی میبخشمت. چه بلایی سر برادرم آوردی؟ تو محکم زدی تو صورتش ریه؟ آره. خب این کارت میتونه جزء خشونت پلیس محسوب بشه. نمیتونه؟ دستم واقعا درد. نگاه کن دست بیچارهش. واقعا درد میکنه. تو چند بار بهت گفتم از باتوم استفاده کن، از چماق استفاده کن، دست خالی اریل. اونم روی کودن عقب افتاده، باور کن حتی فایده این کارم نمیفهمه. اون بچه‌ست. الان میخوام یه خورده استراحت کنم، بعدش برمیگردم یه نیزه چیزی فرو میکنم تو تنش میچرخونم خلاص. همین کارت هم جزء خشونت پلیس محسوب میشه. نمیشه؟ چه بلایی سر برادرم آورد؟ چه بلایی سر بچه سوم اومد؟ چه بلایی سر بچه سوم اومد؟ کدوم بچه سوم؟ پس تو یه برادرت، آره شما با هم نزدیکین، تو برادرت؟ اون تنها کسی که من توی زندگیم دارم. اون برادر عقب افتاده؟ اون عقب افتاده نیست. نویسنده و برادر عقب افتاده نویسنده، خودش اسم یه داستان کاتوریان. اون بچه؟ نه، بچه نیست. میدونی کی بچه بود؟ آندرا جاکویک بچه بود. میدونی کی بود؟ میدونی کی بود؟ فقط از روزنامه. فقط از روزنامه. دربارش چی میدونی؟ فقط از روزنامه. بچه بود که توی بوته‌زار پیداش کرد. میدونی چه جوری مرده بود؟ روزنامه در این مورد چیزی نگفت. روزنامه در این مورد میدونی آرون گولدبرگ کی بود؟ فقط از روزنامه. فقط از روزنامه. پسر بچه‌ای بود که توی زباله‌ها پشت محله یهودی‌ها پیداش کردن. میدونی چه جوری مرده بود؟ نه روزنامه‌ها چیزی ننوشتن. روزنامه‌ها خیلی چیزا رو نمی‌نویسن. روزنامه‌ها حرفی از سومین بچه‌ام نزدن. یه دختر بچه‌ای لال که 3 روز پیش گم شده توی همون منطقه و همون سن. روزنامه‌ها حتما فردا یه چیزایی می‌نویسن. من نمی‌فهمم منظور شما از گفتن این حرفا من چیه؟ شما می‌خواید بگین که من نباید داستانی بنویسم که بچه‌هاتون کشته میشن به این دلیل که توی دنیای واقعی هم بچه‌ها کشته میشن. تو بولسیو میخواد ما فکر کنیم که اون فکر میکنه همه چیزایی که ما علیهش داریم مخالفت با سبک لعنتیشه. انگار ما نمیدونیم برادرش همین یک دقیقه پیش چی بهم گفت. برادر من یک دقیقه پیش به تو چی گفت؟ اون هر چی گفته باشه تو وادارش کردی. اون با غریبه اصلا حرف نمیزد. با من حرف زد. میخوام ببینمش. میخوای ببینیش؟ میخوام همین الان ببینمش. حتما میخوای ببینی؟ میخوام برادرمو ببینم. حتما میخوای برادرتو ببینی؟ میخوام ببینم حالش خوبه یا. اون هیچ وقت خوب نمیشه. من حق دارم برادرم رو ببینم. من حق دارم. همه حق دارم. چرا ندارم؟ حق تو حق برادرم گذاشتی. حق تو حق برادرم گذاشتی. حق اون لعنتی که خیلی خوب گذاشتم کف دستش. تو لعنتی حقش. من لعنتی من اون لعنتی رو گذاشتم کف دستش. من زدمش. من واسه چی نفسش. من زدمش. من لعنتی حق اون لعنتی رو جابه لعنتی رو گذاشتم. جابه لعنتی رو گذاشتم. اونا چی ان؟ اینا چی هم؟ اینا رو تو خونه تو پیدا کردی؟ نه برادرت اقرار کرده. نه. ولی من بعید میدونم اون مغز پشت این کارا باشه. میدونی دختر بچه ای توی بوته‌زار چطور مرد؟ دو تا تیغ ریشترش با این گلوی کوچیک لعنتیش هر دوتا جاسازی شده توی سیب باغ و مسخره است. میدونی پسر بچه یهودی چطور مرد؟ اطراف محله یهودی ها نمیرم؟ اولین انگشت پاش، دومین انگشت پاش، سومین انگشت پاش، چهارمین انگشت پاش و پنجمین انگشت پاش. این 5 تا انگشت لعنتی پسر بچه یهودی بیچاره تو خونه تو چیکار می‌کرد ها؟ فقط داستان. آره یه پایان پیچش داره لعنتی میسازن. آره وادرش کن قورتشون بده. دختر لعنت نظر قورتشون بده. چیکار داری میکنی اریل؟ خودت گفتی وادارش کن قورتشون بده. من فقط برای ترسوندنش گفتم. احمق اینا مدرک هنی کمی عقل داشته باش. گمش یه کمی عقل داشته باش. دوباره شروع نکن. در زمین دست سر مشکلات گوه بچگی من بردار. تو واقعا دوران سختی در گذشته عوضی. بله عوضی. خیلی اخلاقش بده. من واقعا نمیفهمم اینجا چه خبر. خب الان من خودم بهت میگم اینجا چه خبر. الان که ما اینجا هستیم ساعت 5:15 دقیقه دوشنبه بعد از ظهر و
بر اساس مدارکی که توی خونه تو پیدا شده برادر عقب افتادت به کشتار اقرار کرده و تا قبل از غروب آفتاب هم اعدام میشه و همونطور که اریل گفت اون نمیتونه مغز پشت این کارا باشه. پس ما از تو هم میخواییم که اقرار کنی. ما اعدام نویسنده ها رو دوست داریم کانتوریا. آدم های کودن و احمق و هر وقت که بخوایم اعدام میکنیم و میکنیم ما. ولی وقتی یه نویسنده رو اعدام میکنی در واقع یه پیام میفرستی بیرون. حالا من دقیقا نمیدونم چه پیام میفرستی بیرون. این در تخصص من که نیست ولی به هر حال یه پیام میفرستی بیرون. آره نه میدونم چه پیامی میفرستی بیرون. این پیام میفرستی بیرون که طرف کشتار لعنتی بچه ها نروید. اون دختر بچه لال کجاست؟ آقای توپولسکی. کاتوریان عزیز. من به اندازه کافی تا حالا به مزخرفاتتون گوش کردم. باور نمیکنم برادرم یک کلمه به شما چیز گفته باشه و حالا میخوام به اطلاعتون برسونم. دیگه حتی حاضر نیستم یک کلمه حرف بزنم مگه اینکه بزنم برادرم ببینم کی. پس هر چی دلتون میخواد منو شکنجه کنید چون من حتی یک کلمه لعنتی دیگه حرف نمیزنم. پس چاره‌ای ندارم جز اینکه برم دستگاه شوک الکتریکی رو بیارم. روزگاری پسر بچه‌ای زندگی می‌کرد که پدر مادرش فقط و فقط عشق و محبت و مهربانی بهش می‌دادن. اون یه اتاق واسه خودش توی یه خونه بزرگ وسط یه جنگل زیبا داشت. چیزی نبود که آرزو کنه و نداشته باشه. همه ی اسباب بازی دنیا، آب رنگا و مداد رنگی ها، همه کتابا، کاغذا، قلما، همه چی داشت. بذرای خلاقیت از همون کودکی درش کاشته شد و نویسندگی اولین عشق زندگی شد. نوشتن داستانهای کوتاه، داستانهای تخیلی و جن و پری، رمانهای کوتاه و همه چیزهای شاد و رنگی درباره خرس کوچولوها، بچه خوکا، فرشته ها و هر چی که فکرشو بکنی. بعضی از داستانش خوب بودن ولی بعضیاشون خیلی 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 خوب بودن. اولین قسمت آزمایش تجربی پدر مادرش جواب داده بود. شب تولد 7 سالگیش بود که اولین کابوسا شروع شد. در اتاق کناری همیشه قفل بود. اون نمیدونست چرا، نمیپرسیدم. یه قفل خیلی گنده بهش آویزون بود. تا اینکه یه روز صدای آهسته قشقش مته، صدای کند وسایل برقی، خراشیدن و سفت شدن پیچ و صدای جیغ خفه بچه‌ای که جلو دهنشو گرفته باشن از دیوارای آجری خونه به بیرون اومد. یکی از شبا اون از مامانش پرسید: مامان، اون صدای دیشب چی بود؟ مامانش گفت: او کاتی کوچولو، این فقط تخیل عالی و فوق‌العاده توئه که میخواد گولت بزنه. یعنی همه بچه‌های هم سن و سال من یه همچین صدای وحشتناکی رو هر شب میشنون؟ نه عزیزم، فقط بچه‌های فوق‌العاده با استعداد. او چه خوب مامان. روزها از پی هم میگذشتن و پسرک همچنان مینوشت و مینوشت و پدر مادرش عاشقانه تشویقش میکردن، گرچه داستاناش به خاطر همه اون محبت‌ها و تشویق‌ها روز به روز بهتر و بهتر می‌شدن، ولی به دلیل شنیدن صدای مداوم شکنجه تاریک و تاریک تر می شدن. روز تولد 14 سالگیش، روزی که منتظر شنیدن نتیجه مسابقه داستان کوتاه بود، یه تیکه کاغذ از زیر در اتاق قفل شده به بیرون انداخته شد. یه یادداشت با رنگ قرمز: اونا 7 سال تو رو عاشقانه دوست دارن و منو شکنجه می کنن بدون هیچ دلیلی، فقط به خاطر یه آزمایش تجربی هنری. تو دیگه درباره خوک سبز کوچولو چیزی ننوشتی؟ نوشتی؟ پایین یادداشت نوشته شده بود برادرت، یادداشت با خون نوشته شده بود. پسرک با عصبانیت به درون اتاق میره تا بفهمه چه خبره. اونجا پدر مادرش تنها نشسته بودن و با لبخند به اون نگاه میکردن. پدرش داشت با مته سر و صدا درست میکرد و مادرش داشت ادای جیغ خفه بچه‌ای که جلوی دهنش رو گرفته باشن در میآورد. بینشون قوری کوچیکی پر از خون خوک بود. پدرش به پسرک میگه: پشت برگه که دستت هست رو نگاه کن. پسرک میبینه 50 پوند جایزه اول مسابقه داستان کوتاه رو برده. همه میخندن. قسمت دوم آزمایش تجربی پدر مادرش کامل شده بود.
اونا بعد از اتفاقای اون شب خیلی زود خونه‌شون رو عوض کردن. گرچه کابوس صداها تموم شده بود ولی پسرک همچنان داستانای عجیب غریب و در عین حال خوب می‌نوشت. سالها بعد وقتی اولین کتابش چاپ شد به سر صد به خونه دوران کودکیش یه سری بزنه. اون گشتی توی اتاق خواب میزنه، همه ی اسباب بازی‌ها و نقاشی‌ها همونجور تو اتاق افتاده بود. بعد به اتاق کناری میره، میبینه هنوز مته خاکی کهنه، قفل بزرگ و سیم الکتریکی روی زمین افتاده. یه دفعه از دیوانگی و جنون ایده‌ای که به ذهن پدر مادرش رسیده بود خندش میگیره، ولی همونطور که داشت اون اطراف میچرخید یه دفعه خندش قطع میشه. اون جنازه پسر بچه 14 ساله‌ای رو میبینه که اونجا رها شده بود تا ببوسه. تو دستش یه دفترچه بود که خیلی بد خط و با خون یه داستان نوشته بود. پسرک به سرعت اون داستان رو میخونه و متوجه میشه که این داستان از همه ی داستانایی که تا حالا خودش نوشته بهتره. ولی اون داستان رو میسوزونه، روی جنازه برادرش رو میپوشونه و هیچ وقت حتی کلمه ای از اون چه که دیده رو به کسی نمیگه، نه به پدر مادرش، نه به ناشرش و نه به هیچ کس دیگه. آخرین قسمت آزمایش تجربی پدر مادرش به پایان رسیده بود. داستان کاتوریان، نویسنده و برادر نویسنده، مثل همیشه پایان غم‌انگیز داره، ولی در اون هیچ اشاره‌ای به گناهکار بودن خودش و جزئیات واقعی داستان نمی‌کنه. واقعیت اینه که کاتوریان بعد از خوندن یادداشت نوشته شده با خون با عصبانیت به درون اتاق میره تا بفهمه چه خبره. اونجا برادرش رو زنده ولی چنان دچار آسیب مغزی پیدا می‌کنه که هیچ امیدی به مداواش نیست. اون شب وقتی پدر مادرش خواب بودن، پسر بچه‌ای که میبایست روز تولد 14 سالگیشو جشن میگرفت، بالشی رو روی صورت پدرش میذاره و بعد از بیدار کردن مادرش و یه مکث کوتاه به اندازه‌ای که بذاره مادرش جنازه کبود شده شوهر مردشو ببینه، بالش رو روی سر مادرش نگه میداره. یکی بود یکی نبود، در سالهای دور 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 خوک سبز کوچولویی زندگی میکرد که سبز بود. سالهای دور 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 بود؟ کجا بود؟ دوباره میام سراغ تو، کارمونو از نو شروع میکنی. میرم غذامو بخورم. چیکار میکنی؟ پاتو نگرداشتم. چرا؟ نمیدونم، درد دارم، نمیتونم وقتی دارم از درد میبینم پای برادرمو نگردارم. چرا میتونی کاتور جان؟ فقط یه ذره عجیبه. چرا ای دیگه بیغ میتردی؟ چیکارت میکردن؟ شکنجت میکردن؟ آره. درد داشت؟ اگه درد نداشت که اسمش شکنجه نبود مایکل، بود؟ فکر میکنم نبود. مال تو هم درد داشت؟ چیه من درد داشت؟ وقتی شکنجت میکردن درد نداشت؟ منو شکنجه نکردن میگه. آقای گفت میگه میخواد منو شکنجه بکنه، ولی
من پیش خودم فکر کردم نه پسر امکان نداره چون که خیلی درد داره. برای همه هر چی میخواست بشنبه بهش گفتم. ولی من صدای داد و فریادهای تو رو میشنیدم. آره اون از من خواست جیغ بزنم. بعدم گفت خیلی خوب جیغ زدی پسر. اون به تو گفت چی بگی تو هم قبول کردی؟ آره. به جون خودت قسم بخور اون سه تا بچه رو تو نکشتی؟ به جون خودم قسم میخورم اون سه تا بچه رو نکشتم. چیزی رو امضا کردی مایکل؟ من امضا بلدم. شاید هنوز بتونیم از این مخمصه خلاص بشیم. خوبه، کدوم مخمصه؟ این که به خاطر کشتن سه تا بچه اعدام بشیم مایکل. چجوری؟ خب، ببین تنها چیزی که اونا علیه ما دارن حرفایی که تو بهشون گفتی، بعد چیزایی که میگن توی خونه پیدا کردن. چه چیزایی؟ خب اونا یه جعبه پر از انگشت پا داشتن. نه واسه ببینم راستش خیلی هم شبیه انگشت پا نبودم. اونا گفتن تو رو هم شکنجه کردم، دستش خونی بود، ولی تو میگی حتی دستم رو بلند نکردن. نه به من یه ساندویچ کالباس هم داد، فقط من مجبور شدم کاوگاشو درآوردم. ما چرا اینقدر احمق شدیم؟ چرا هرچی اونا میگن باور میکنیم؟ چرا؟ این دقیقا مثل قصه گفتنه. یه مردی وارد اتاق میشه به تو میگه مادرت مرده. من میدونم مادرم مرده. نه منظورم توی قصه. آها گرفتم توی قصه مایکل. یه مردی وارد یه اتاقی میشه و به یه مرد دیگه که توی اون اتاقه میگه مادرت مرده. ما چی میدونیم؟ ما میدونیم که مادر این مرد مرده؟ آره. نه ما نمیدونیم. گرفتم. تنها چیزی که ما میدونیم اینه، یه مردی وارد یه اتاقی شده و به یه مرد دیگه که توی اون اتاقه گفته مادرت مرده. حالا یه مردی میاد میگه برادرت همین الان اعتراف به کشتن سه تا بچه کرده و ما انگشتای پای یکی از بچه‌ها رو داخل جعبه توی خونه تو پیدا کردیم. ما میدونیم که برادر اون سه تا بچه رو کشته؟ نه ما میدونیم که برادر اعتراف به کشتن سه تا بچه کرده؟ نه ما میدونیم اونا جعبه انگشتا رو توی خونه اونا پیدا کردن؟ نه ما میدونیم. چی شد؟ ما حتی اصلا نمیدونم که این سه تا بچه کشته شدن یا نه. هر کاری بکنن مایکل، هر کاری بکنن مهم نیست چه کاری، تو هیچی رو امضا نمی کنی. من هیچی رو امضا نمی کنم چون من اصلا امضا بلد نیستم. ولی من میتونم به جای اسم تو امضا بکنم. من چند تا بچه رو زدم کشتم. امضا کاتوریال. و برادرش مایکل اصلا هیچ جرمی نکرده. امضا کاتوریال. همش این کله پوکتو بزن. نذار. مذارت میخوام. چیزی نیست. خوب میشه. اگه با هم دیگه باشیم خیلی زود میتونیم از اینجا بریم بیرون. آره. آخ باسنم امروز واقعا میخواده. از اون پوزلا با خودت نیاوردی؟ نه. خب حالا هم که نمیتونیم برگردیم بریم خونه. میتونیم؟ نه. خب بس من مجبورم با همین خارش باسه هم همینجا بگیرم بشینم. نه من خودم رو نمیخوردم چون تو الان اینجایی. ولی یه چیزی بهت بگم، واقعا میخاره پسر. این میخاره. یه داستان برام میگی شاید خارشم یادم رفت. یه داستان بگم خارش باسنت یادت بره؟ آره. خب چه داستانی بگم؟ خوک سبز کوچولو. نه از اون داستان خوشم نمیاد. من خوشم میاد. نه بذار یه داستان دیگه بگم. مرد بالشی. چرا مرد بالشی؟ چون خوشم میاد. خب یکی بود یکی نبود. یه مردی بود که حدود 370 سانت قدش بود. اون مرد از بالشای صورتی من چند سانتم؟ 167. اون مرد از بالشای صورتی پفدار ساخته شده بود. دستاش بالشی بود، پاهاش بالشی بود، بازوهاش بالشی بود، انگشتاش بالشی بود، خلاصه همه جاش بالشی بود. حتی کلش هم بالشی بود، یه بالش گرد بزرگ. دو تا چشم دکمه‌ای داشت و یه لب خندون خیلی بزرگ که وقتی میخندید دندونای بالشیش هم پیدا میشدن. بالشای کوچولوی سفید. دهنتو مثل دهن مرد بالشی بکن. خب بگو. مرد بالشی مجبور بود به خاطر شغلش نرم و امن به نظر بیاد.
چون شغلش خیلی سخت و غم‌انگیز بود. وقتی مرد یا زنی از زندگیش خیلی خیلی ناراضی بود و می‌خواست به زندگیش پایان بده، درست لحظه‌ای که می‌خواست این کارو بکنه، حالا یا با گلوله تفنگ یا با گاز یا تیغ ریشتر یا پرنده از جای بلند. آره، درست لحظه‌ای که می‌خواست این کارو بکنه، مرد بالشی میومد کنارش می‌نشست، بغلش می‌کرد. اون وقت زمان می‌رفت به گذشته، به زمانی که اون مرد یا زن هنوز بچه بود و زندگی وحشتناکش هنوز شروع نشده بود. شغل مرد بالشی خیلی خیلی غم‌انگیز بود، چون شغلش این بود که کمک کنه اون بچه خودشو بکشه تا اینجوری از سالها درد و رنجی جلوگیری کنه که در نهایت باعث خودکشیش میشد. ممکنه تو بگی من در مورد خودکشی بچه‌ها تا حالا چیزی نشنیدم. خب مرد بالشی همیشه یه پیشنهادی میداد که مرگ اونا بیشتر شبیه یه حادثه باشه. مثلا قرصایی که دقیقاً شبیه شکلات بود رو بهشون نشون میداد، جایی از رودخونه که یخش خیلی نازک شده بود رو بهشون نشون میداد. برای اینکه واسه پدر مادرها کنار اومدن با مرگ بچه‌شون توی یه حادثه خیلی آسان‌تره، تا اینکه متوجه بشن بچه‌شون فهمیده این زندگی چقدر مزخرفه و برای روبرو نشدن با دردای بعدی خودکشی کرده. اما همه بچه‌ها با مرد بالشی همکاری نمی‌کردن. میشه زودتر آخرشو بگی؟ حوصله‌ام سر رفت. این حرفی که زدی یکم بی‌ادبی بود مایک. خب معذرت می‌خوام. میشه لطفاً زودتر آخرشو بگی؟ خب آخر داستان مرد بالشی. وقتی مرد بالشی تو کارش موفق بود، یه بچه فقط به طرز وحشتناکی میمرد. ولی وقتی مرد بالشی تو کارش ناموفق بود، اون بچه هم کودکی وحشتناکی داشت، هم وقتی بزرگ میشد زندگی وحشتناکی داشت و هم به طرز وحشتناکی میمرد. برای همین مرد بالشی با وجود اون هیکل گندش تمام روزا راه میرفت و گریه میکرد، تا اینکه یه روز بالاخره تصمیم گرفت آخرین ماموریتش رو انجام بده و دیگه همه چی رو تموم کنه. برای همین رفت کنار یه نهر زیبا که از قدیم یادش مونده. من اینجاشو خیلی دوست دارم. یه گالون بنزینم با خودش میبره. اونجا یه درخت بید مجنون قدیمی بود. میره زیر اون درخت، برای یه مدتی منتظر میشینه. زیر اون درخت یه عالمه اسباب بازی های کوچولوی خوشگل بود. یکم اونورتر نه بگو چه اسباب بازی هایی بود. خب یه ماشین کوچولو، یه سگ کوچولو، یه دوربین زیردریایی، یه سگ کوچولو که زوزم میکشه. دقیقاً. یکم اونورتر یه ماشین کاروان بود. مرد بالشی، مایکل، مرد بالشی صدای باز شدن در کاروان و بعد صدای پسر بچه ای رو میشنوه که میگه مامان من میرم بیرون بازی کنم. مامانش میگه باشه عزیزم برو، ولی برای خوردن چای دیر نکنی ها. باشه. مرد بالشی صدای قدمای پسر بچه رو میشنوه که نزدیک و نزدیکتر میشه. ولی وقتی پسر بچه نزدیک میشه، مرد بالشی میبینه این پسر بچه یه پسر بچه واقعی نیست. این پسر بچه یه پسر بچه بالشیه. پسر بچه بالشی به مرد بالشی میگه سلام. مرد بالشی به پسر بچه بالشی میگه سلام. اونا یه مدت زیر اون درخت با اون اسباب بازی ها بازی میکنن. من فکر میکنم بیشترم با اون سگ کوچولو اسباب بازی که زوزه میکشید بازی کردم، درسته؟ آره. مرد بالشی همه چیزهای مربوط به شغل غم‌انگیزش، بچه‌هایی که مرده بودن و چیزهای دیگر رو برای پسر بچه بالشی تعریف میکنه. پسر بچه بالشی سعی میکنه خیلی سریع همه چیز رو درک کنه و بفهمه. برای همین موقعی که هنوز یه لبخند رو لبش بود، اون گالون بنزین رو برمیداره روی خودش خالی میکنه. مرد بالشی که چشاش خیس اشکه بهش میگه متشکرم. و پسر کوچولوی بالشی میگه اشکالی نداره، فقط میشه به مامانم بگی امشب برای خوردن چای خونه نمیام؟ مرد بالشی میگه به دروغ. باشه بهش میگم. باشه. اون وقت پسر کوچولوی بالشی کبریت میکشه و مرد بالشی روبروش میشینه و سوختن خودش رو تماشا میکنه. مرد بالشی قبل از محو شدن خودش چیزی که میشنوه، چیزی که هیچ وقت فکرش هم نمیکرد، آخرین چیزی که میشنوه فریاد صدها و هزاران پسر بچه و دختر بچه بود که اون بهشون کمک کرده بود اونا خودکشی کنن. اونا حالا دوباره به زندگی برگشته بودن و مجبور بودن به زندگی وحشتناک و پر درد و رنجی که سرنوشت براشون رقم زده بود ادامه بدن. برای اینکه دیگه مرد بالشی نبود که جلوی این اتفاق رو بگیره. پایان. من آخرشو نمیفهمم. یعنی چی که مرد بالشی محو میشه؟ یعنی ناپدید میشه، انگار هیچ وقت تا حالا وجود نداشته.
میره تو هوا؟ تو هوا، تو هر جا. تو بهشت؟ نه، تو هر جا. من مرد بالشی رو خیلی دوست دارم، اون شخصیت مورد علاقه منه. منم تو رو خیلی دوست دارم. خارش باسنت خوب شد؟ بای! تو نگفته بودی؟ اصلا یادم نبود، نگفت. آخه چجوری پیداش کردن؟ چیو؟ من جای خیلی خوبی قایمش کرده بودم. چیو جای خیلی خوبی قایم کرده بودی؟ انگشتا، جعبه‌ای که انگشتای پای پسر کوچولوی توش بود. اول گذاشته بودم توی کشوی کمد، اصلا جای خوبی نبود. بعدم بردم گذاشتم تو اتاق زیر شیروانی توی گلدون درخت کریسمس، چون میدونستم حالا حالا درخت کریسمس رو بیرون نمیاریم، حداقل تا کریسمس. تو وقتی اونا رو دیدی بو گرفته بودم؟ آره بو گرفتم. اونا باید سگای خیلی خوبی داشته باشن که خوب بو میکشن، وگرنه هیچ جور دیگه ای نمیشد پیداش بکنم. تو به جون خودت قسم خوردی اون سه تا بچه رو تو نکشتی؟ داشتم گولت میزدم. معذرت میخوام. خب میدونم اشتباه بوده واقعا، ولی خیلی جالب بود. اون پسر کوچولوی دقیقا همونجوری بود که تو برای من گفته بودی. من انگشتای پاهاشو با چاقو میبریدم، اون اصلا جیغ نمیکشید، فقط یه گوشه نشسته بود و نگاه میکرد. خیلی هم تعجب کرده بود. اسمش آروم بود، یه کلاه بامزه هم رو سرش بود، همش هم هی درباره مامانش حرف میزد. خدای من، خیلی خون ازش رفت. آدم اصلا فکرش هم نمیکنه توی یه بچه به این کوچولویی این همه خون باشه. اینقدر خوناش رفت رفت بعد تموم شد، کبود شد. خیلی پسر خوبی بود. اجازه من میتونم برم خونه پیش مامانم لطفا؟ ولی دختره یه مصیبتی بود، اینقدر جیغ ویغتر که چشماش از حدقه میزد بیرون. من هر کاری میکردم مردای سیبی رو نمیخورد. باور کن کاتوریان، درست کردن اون سیبا واقعا کار سختیه. اصلا گذاشتن تیغ ریشتراشی توی سیبا خیلی کار سختیه. تو هم که هیچ چیزی تو کتاب درباره این که من چجوری تیغا رو بکنم تو سیبا ننوشتی. مجبور شدم به زور به خوردش بدم. فقط دو تاشو خورد. بالاخره خفه شد. برای چی این کار کردی مایکل؟ برای چی این کار کردی؟ برای اینکه تو به من گفتی. من به تو گفتم برو بچه های مردم رو سلاخی کن؟ نه نه، من سلاخی نکردم. سلاخی کن بیشتر مثل برای مال من بیشتر مثل یا مثل این سلاخیه. تازه من هیچ کدوم از اون کارا رو اگه تو به من نمیگفتی نمیکردم. پس خودتو به بیگناهی نزن. هر داستانی که تو برای من تعریف کردی یه چیز وحشتناکی توش برای یه نفری اتفاق افتاده. من فقط داشتم امتحان میکردم ببینم چقدر غیر واقعیه.
چون همیشه به نظر من بعضیاش یه کمی غیر واقعی بودن. ولی میدونی چیه؟ خیلی هم غیر واقعی نبودن. چرا شخصیتای خوب داستان رو بازی نکردی؟ تو شخصیت خوبی توی داستانات نیست. نه عوضا بهت بگم چرا شخصیتای خوب داستان رو بازی نکردی؟ برای اینکه تو یه آدم سادیستی عقب افتاده منحرف لعنتی هستی که از کشتن بچه ها لذت میبره. من اگه شیرین ترین و مثبت ترین داستان رو می‌نوشتم باز نتیجه لعنتیش همین بود. از کجا معلومه؟ تو که هیچ برام اونجوری ننوشتی. تازه من اصلا از کشتن اونا لذت نمیبردم. خیلی دردناک بود، خیلی طول کشید. من اصلا هیچ برنامه‌ای برای کشتن اونا نداشتم. من فقط برنامه ریخته بودم انگشت پای یکی از اونا رو ببرم تو گلوی اون یکی هم تیغ بیشتر آشی بکنم. همین. یعنی میخوای بگی نمیدونستی اگه انگشتای یه پسر بچه رو قطع کنی، یه دختر بچه رو وادار کنی تیغ ریشتر آشی قورت بده اون میمیره؟ خب الان دیگه میدونم. وای مایکل. اون پلیس عقب افتادم با من کاملا موافق بود که مقصر تویی. تو مگه بهش چی گفتی؟ من حقیقت رو گفتم. کدوم حقیقت؟ همین دیگه، کارهایی که با اون بچه ها کردم از چیزایی که تو نوشتی و برای من خوندی یاد گرفتم. تو اینو بهش گفتی؟ من حقیقت. این حقیقت نیست مایکل. چرا هست؟ نیست! تو داستانایی که توش بچه ها کشته میشن رو نوشتی یا آره من اون داستان خیلی خوب باشه. اون داستانا رو برای من تعریف کردی یا نه؟ بله من خیلی خوب باشه. منم رفتم چند تا بچه رو کشتم یا نه؟ خیلی خوب باشه. آره من رفتم چند تا بچه رو کشتم. دیدی؟ جوابش اینه. من نمیفهمم چرا میگی که این حقیقت نیست. حالا من نشنیده میگیرم همه اون حرفایی که گفتی. تو یه آدم سادیستی عقب افتاده منحرف لعنتی هستی. تو برادر منی، من دوستت دارم. ولی خودت تو حداقل 10 دقیقه وقت گذاشتی داستان اون مرد بالشی تعریف کردی که مهمترین کارش تو زندگی اینه فقط کمک کنه بچه های کوچولو خودشون رو بکشن. بعد اون یه قهرمانه. نه نه حالا من نمیخوام نقد بکنم، اون شخصیت خیلی خوبیه، خیلی خیلی شخصیت خوبیه. اصلا یه جورایی منو یاد خودم میندازه. چه جوری تو رو یاد خودت میندازه؟ خب میدونی دیگه، کمک کردم به بچه های کوچولو برای مردن. مرد بالشی هیچ بچه ای رو نکش مایکل. بچه هایی که مردن آینده وحشتناکی داشتن. همه بچه ها آینده وحشتناکی داشتن. نه نه همه بچه ها آینده وحشتناکی ندارن. تو خودت وقتی بچه بودی زندگی وحشتناکی نداشتی؟ چرا داشتی؟ اینم آینده. مرد بالشی یه آدم با فکر و پاکی بود که از کارش متنفر بود. ولی تو دقیقاً برعکسمونی. دقیقاً. خیلی خوب باشه. من اصلا در مقایسه با مرد بالشی اصلا هیچ خوبی ندارم. فکر میکنم منظور تو فهمیدم. خوبه؟ خیلی ممنون. من دارم میگم مرد بالشی داستان خیلی خوبیه. اون یکی از بهترین داستانهای توه. من فکر میکنم تو یه روزی نویسنده خیلی مشهوری میشی کار. خدا حفظت کنه. اون روز رو میبینم. کی؟ ها؟ کی نویسنده مشهوری میشم؟ گفتم که یه روزی. اونا میخوان تا یه ساعت و نیم دیگه اعداممون کنن. خب پس فکر نکنم نویسنده مشهوری بشی. اونا میخوان همه چی رو از بین ببرن. میخوان منو از بین ببرن، تو رو از بین ببرن، همه داستانای منو از بین ببرن. خب من فکر میکنم ما بیشتر باید نگران خودمون باشیم تا داستانا. آره؟ آره اونا فقط کاغذن. اونا فقط چی هن؟ اونا فقط کاغذن. اگه همین الان بیان به من بگن از بین این سه تا دو تاشو می‌خوام بسوزونیم، تو برادرت یا داستانات، من میگم اول تو رو بسوزونم بعد خودم رو. تنها چیزی که نجات میدم داستانامه. تو سرم و کوبی زمین. آره آره یاد دقیقا مثل مامان و بابا میبونیم. من دقیقا منو میزنی، سرم داد میکشی. من دقیقا مثل مامان بابا هستم. مامان بابا 7 ساله تمام یه بچه رو شکنجه کرده. تو خودت به طرز وحشتناکی 3 نفر رو کشتی. اون وقت تو شبیه مامان بابا نیستی، ولی من با یه بار کوبیدن کله پوکه تو به زمین میشم شبیه مامان بابا. آره دقیقا دقیقا. بذار یه چیزی بهت بگم.
اگه همین الان مامان و بابا از اون بالا ما رو نگاه کنن به وجودت کلی افتخار میکنن، چون دقیقا همون چیزی شده که اونا میخواستن. نه آره واقعا به وجودت افتخار میکنن. نه این حرفو نزن. اصلا چطور یه عینک بذاری با یه ریشه بودن شبیه بابا بشی؟ نه این حرفو نزن. نه یاره معلومات خواهی دار بذاری شبیه مامان بشی اینطوری حرف بزنی پسر. الان بهت نمیگم، تو به احساسات من ضرب زدی، به سرم هم همینطور. وقتی شکنجت کنه خیلی سریع همه چی میگی؟ من میتونم تحمل بکنم، وقتی اینجا داشتم به صدای داد و فریاد تو که از اتاق بغلی میمم گوش میکردم، پیش خودم فکر کردم که خب این حس یه جوری شبیه همون حسیه که تو اون سالا داشتی. تو فقط یه ساعت شکنجه شدی، وقتی اومدی اینجا داشتی از درد میمردی. کنو فکرم مثل من قرار بودی یه عمر تحمل بکنی. ولی این دلیل موجهی نیست ماکن. برای تو دلیل میشد که دو نفر رو بزنی بکشی. چرا برای منم که دو نفر رو کشتم دلیل نمیشه؟ من دو نفر رو کشتم که 7 سال تموم یه بچه رو شکنجه کردم. تو 3 نفر رو کشتی که هیچ وقت هیچ بچه‌ای رو شکنجه نکردن. این دوتا با هم فرق داره. تو از کجا میدونی؟ اون دختره رو که من با تیغ ریشتراشی کشتم مطمئنم مورچه‌ها رو میکشته. دختر بچه سوم چجوری کشتی ها؟ شبیه شخصیت های کدوم داستانم بود؟ مایکل؟ مایکل، مایکل، اگه به بگم عصبانی میشی. نه چرا من میدونم عصبانی میشی؟ چرا یه ذره عصبانی نه عصبانی نمیشم مایکل. شبیه شخصیت های کدوم داستانم بود؟ عیسای کوچک. عیسای کوچک. کجا دفنش کرد؟ همون جایی که تو مامان و بابا رو دفن کرد. داره بیچاره. گریه نکن کات، همه چی درست میشه. چجوری درست میشه؟ چطور ممکنه درست بشه؟ من نمیدونم، این چیزیه که تو همیشه اینجور وقتا میای به من میگی همه چی درست میشه. خب معلومه که هیچ چیزی درست نمیشه، چون اونا هر دقیقه ممکنه بیان ما رو ببرن اعدامون بکنن. کات، اونا ما رو با هم اعدام میکنن یا جدا جدا؟ کاش که ما رو با هم اعدام کنن. من اصلا دلم نمیخواد تنها باشم. نه، حالا اگه ما رو با هم اعدام نکنن با هم دیگه که دفنمون میکنن. آره، اینجوری دیگه از این که دوتا قبرم بکنن خلاص میشن. من اصلا دلم نمیخواد تنهایی برم زیر خاک. آف جون، دوباره توی بهشتم با هم دیگه ایم.
اونجا کلی وقتمونو از صبح تا شب با خدا و دار و دستش میگذرونیم. مسابقه اسدوانی میبینیم، نوشابه میخوریم. این کدوم بهشتیه که داری دربارش حرف میزنی؟ بهشت قاتل بچه ها؟ نه احمق دیوونه، معلومه که بهشت قاتل بچه ها نیست، یه بهشت معمولیه، مثل توی فیلم ها. نه بذار بهت بگم، تو دقیقاً وقتی مردی کجا میری؟ کجا میرم؟ لطفاً چون رو دنده چپ هستی یه جای وحشتناک نگو. خب بگو. تو میری به یه جنگل کوچیک، توی یه خونه کوچیک، توی یه اتاق کوچیک، و برای همیشه دو نفر که به یکیشون میگن مامان و به اون یکی میگن بابا از تو مراقبت میکنن. نه دقیقاً مثل دفعه پیش از تو مراقبت میکنن، با این تفاوت که این دفعه من نیستم که تو رو نجات بدم، چون قرار نیست منم اون جایی که تو میری بیام، برای اینکه من هیچ بچه یه لعنتی رو سلاخی نکردم. این بدتری چیزیه که یه نفر که تمام طول عمرش میتونه به یکی بگه و من دیگه هیچ وقتی با تو حرف نمیزنم. آره پس بهتره دهنتو ببندی و خفه بشی، منتظر بشیم بیان ببرن اعدام. بدتری چیزی که تو عمرم شنیدم. خدا الان من اومدم بهت گفتم چیز وحشتناکی به من نگو، قشنگ گفتم هیچ چیز وحشتناکی نگو، بعد تو چیکار کردی؟ شروع کردی حرفای بد زدی. من خیلی دوستت داشتم مایکل. منظورت چیه دوستت داشتم؟ این از همه حرفای بدی که قبلا هم گفتی بدتره. دهنتو ببن مایکل. خب من میخوام دهنمو ببندم، تو یه حرفای بد میزنی. الان قرار شدی که من دهنمو ببندم؟ باشه من میبندم. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، بعدا دهنمو میبندم. درباره اون داستان آشغالی که تازگی ها ازش خوندم، اون داستان کوتاه آشغالی که اسمشم برداشتی گذاشتی نویسنده و برادر نویسنده، اون آشغالترین داستانیه که من ازش خوندم. من هیچ وقت اون داستان رو برات نخوندم. وقتی سر کار بودم رفتی دوزکی نگاشو کردی. آره دادم داستانای کوتاه آشغالتو خوندم که آخرش حقیقت نداره، خیلی هم احمقانه تموم شده. حالا دیگه کار من به جایی رسیده که باید به نقدای قاتل لعنتی بچه ها گوش آره کنم. برای چی؟ آخرش رو مثل زندگی واقعی با یه پایان خوش تموم. برای اینکه هیچ پایان خوشی در زندگی واقعی وجود نداره. نه 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 نه, نه. داستان زندگی من پایان خوش داشت. تو اومدی منو نجات دادی، مامان و بابا رو کشتی، این پایان خوش بود، میفهمی؟ بعدش چی شد؟ بعدش چی شد؟ بعدش اونا رو نزدیک چای آرزو دفع کردی و روشون آهک پاشیدی. بعدش چی شد؟ بعدش چی شد؟ بعدش منو فرستادی مدرسه و من شروع به یادگیری کردم که خیلی خوب بود. بعدش چی شد؟ بعدش چی شد؟ بعدش من که مسابقات فریزبی برنده شدم. بعدش حدود 3 هفته پیش چه اتفاق افتاد مایکل؟ آها منظورت اینه که من زدم چند تا بچه رو کشتم. تو زدی چند تا بچه رو کشتی؟ تو به این میگی پایان خوش؟ بعدش هم اعدام میشی و باعث اعدام من میشی، منی که هیچ بچه ای رو نکشتم، تو به این میگی پایان خوش؟ تو توی مسابقات فریزبی برنده نشدی، تو چهارم شدی. نه 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 تو توی مسابقات فریزبی نه من بازی نمی کنم. ما الان درباره این که من توی مسابقات فریزبی برنده شدم داریم حرف نمی زنیم. ما الان درباره این که چی پایان خوش حرف می زنیم. بردن من توی مسابقات فریزبی پایان خوشه، ولی این که من آخر قصه لعنتی تو بمیرم و ببوسم یه پایان خوش نیست. اتفاقا به این میگن پایان خوش. این که من بمیرم و ببوسم این پایان خوشه. تو وقتی داشتی میمردی چی تو دستت بود؟ یه داستان، نویسنده و برادر نویسنده. تو اون داستان تو نویسنده، من برادر نویسنده، این یه پایان خوشه برای تو. ولی من مرده بودم. موضوع مردن یا نمردن نیست، موضوع اینه که بعد از مرگ چی از آدم به جا میمونه. من نمیفهمم.
دیگه اصلا برام اهمیتی نداره منو بکشن، اصلا اهمیتی نمیدم، ولی نمیذارم داستانای منو از بین ببرن. داستانام همه چیز منن، داستانام همه چیز منن. من قانع شدم. خوبه، فقط تو هم باید یه قولی به من بدی. قول بدی که آخر داستان نویسنده به برادر نویسنده رو تغییر میدی. اینکه من زنده میمونم و توی مسابقات فریزبی برنده میشم. اصلا بهتره اون داستان قدیمی رو بسوزونیم. یه وقت یکی آخرش رو نبینه فکر کنه اینا خوبه که من مردم. حالا آره داستان رو بسوزونیم. باشه این کارو میکنم. واقعا؟ واقعا. خب حالا که اینجوری شد من فکر میکنم یه چند تا داستان دیگه هم هست، یه اونا رو هم باید بسوزونیم. اصلا چطور همه شون رو بسوزونیم؟ همه رو بسوزونیم؟ نه این احمقانه است. فقط اونایی رو بسوزونیم که مردم رو تشویق به کشتن بچه ها میکنه. خیلی هم وقت زیادی نمیگیره جداش کنیم، چون تو فقط دو تا داستان داری که مردم رو تشویق به کشتن بچه ها نمی کنه. میشه بگی از بین اون 400 تا کدوم دوتا؟ آره میگم، اونی که درباره اون خوک سبز کوچولوه و اونی که درباره اون همین یه دونه است، خوک سبز کوچولو. همین یه دونه؟ همین یه دونه. این داستان فقط ممکنه باعث بشه مردم برن بیرون رو هم دیگه رنگ سبز پاشن یا رنگ صورتی، ولی فقط یه کاری بسید، فقط همین. مشکل مال داستانای من نیست مایکل، تو اون داستانایی که عداشون رو درآوردی اتفاقی بر نداشتی. تو سه تا داستانی رو انتخاب کردی که برای مغز مریضت مناسب بودن. خب کدوم رو انتخاب میکردم؟ صورتهای زیرزمینی رو؟ صورتهاشون رو میبریدم میریختم تو شیشه مربا میبردم تو زیرزمین؟ همه داستانهای تو آزاردهنده است کات. چرا عیسای کوچک رو انتخاب کردی؟ کات کاری که نباید میشده شده، تو هم دیگه هیچ وقت نمیتونی تغییرش بدی. من الان خوابم میاد، میخوام بگیرم بخوابم. اگه یکم بخوابم شاید خارش بازنم یادم بره. میخوای بخوابی؟ آره. اون هر لحظه امکان داره بیان ببرن اعدامون کنن. دقیقاً. پس این ممکنه آخرین خواب من باشه. کاتولیان تو فهم میکنی توی بهشتم خوابیدن هست؟ کاشکی باشه، وگرنه من بهش نمیام ما گفته باشم. کاتولیان یه داستان برای من بگو. تو که گفتی همه داستانهای من رو باید بسوزونیم. کار من گفتم که خوک سبز کوچولو رو نمیسوزونیم، اون خیلی داستان خوبیه، اونو تعریف بکنی میبخشم. به خاطر چی منو میبخشی؟ به خاطر همه حرفایی که از بدجنسی گفتی، این که مامان و بابا از من مراقبت میکنن تو هم که نیستی. خوک سبز کوچولو رو یادم نمیاد. چرا یادت نمیاد؟ زود باش بگو. خب من الان اولش رو بهت میگم. ببین اولین کلمهش میشه یکی، دومیش هست بود، سومیش یکی، چهارمیش هم میشه نبود. یادم باید یکی بود یکی نبود. بگو. یکی بود یکی نبود. اون قدیما توی مزرعه در سرزمین ناشناخته یه جای دور خوکی زندگی میکرد که شبیه خوکای دیگه نبود. اون سبز بود. الان من دارم داستان تعریف میکنم یا تو؟ تو ببخشید. اون خوک سبز بود، سبز چمنی. ببخشید قبلا فسفوری بود. الان داریم مزاحم قصه گفتن میشیم یا داریم گوش میدیم و میخوابیم؟ داریم گوش میدیم و میخوابیم.
اون کوچولو خیلی خوشحال بود که رنگش با بقیه خوکا فرق داره. بقیه خوکا همش بهش حسودی میکردن، همیشه مسخرش میکردن و زندگی رو براش تیره و تار کرده بودن. تیره و تار. این وضعیت اعصاب کشاورزا رو خیلی داغون کرده بود. بالاخره یه شب وقتی که همه خوکا خواب بودن، اومدن خوک کوچولو رو برش داشتن و بردنش و انداختنش توی یه دیگ خیلی بزرگ که پر از رنگ صورتی مخصوص بود. خوک کوچولو با خودش گفت خدایا لطفاً نذار منو مثل بقیه کنن. من از اینکه یکم عجیب غریبم و با بقیه فرق دارم خیلی خوشحالم. اینو به خدا میگه. اما دیگه خیلی دیر شده بود. آره. اون رنگ خوش شده بود. اون یه رنگ معمولی نبود. یه رنگی بود که هیچ وقت و هیچ جور پاک نمیشد و هیچ کس نمیتونست روش یه رنگ جدید بزنه. بعدش هم اون آوردن پیش بقیه خوکا. وقتی که داشت از جلوی بقیه خوکای صورتی رد میشد همه قاه قاه بهش خندیدن. لعنتیا. اون تمام مدت به این فکر میکرد که چرا خدا دعاشو برآورده نکرده، تا اینکه اونقدر گریه کرد تا خوابش برد. اون شب وقتی که همه خوکا خواب بودن، ابرای طوفانی عجیب غریب تو آسمون جمع شدن. بارون شروع به باریدن کرد. اولش خیلی نم نم و آروم، ولی بعدش شدید و شدیدتر شد. اون یه بارون معمولی نبود، یه بارون سبز عجیب بود. یه خصوصیت ویژه دیگه هم داشت، اونم این بود که هیچ وقت و هیچ جور پاک نمیشد و هیچ کس نمیتونست روش یه رنگ جدید بزنه. فردا صبح وقتی که همه خوکا از خواب بیدار شدن، دیدن که همشون به رنگ سبز در اومدن. همشون به جز خوک سبز قدیمی کوچولو که حالا شده بود خوک صورتی کوچولو، کسی که به خاطر رنگ پاک نشدنی که کشاورزا بهش زده بودن با اون بارون عجیب غریب تغییر نکرده بود. خوک کوچولو وقتی به همه خوکای سبزی که روبروش دراز کشیده بودن نگاه کرد، دید که بیشترشون مثل بچه‌ها دارن گریه میکنن. اون خندید. خندید و از خدای مهربون تشکر کرد که هنوز با بقیه فرق داره و متفاوته و متفاوت هم باقی خواهد موند. پایان. مایکل، تو این داستان رو دوست داری مگه نه؟ همیشه همین داستان رو دوست داشتی. توش هیچ تیغ ریشتراشی نیست، هیچ انگشت کوچولویی نیست. واقعا داستان خوبیه. چرا این داستان رو بازی نکردی مایک؟ تقصیر تو نیست مایکل، تقصیر تو نیست. خوابای خوب ببینی بچه کوچولو. منم خیلی زود میام پیشت. خب؟ خیلی زود میام پیشت. Ah!
آقای توفالسکی، میخوام به قتل 6 نفر اعتراف کنم، ولی یه شرط دارم، مربوط به داستانمه. یکی بود یکی نبود. در سرزمینی نچندان دور دختر کوچولویی زندگی میکرد که فکر میکرد خود مسیحه که دوباره به زمین برگشته. اون ریش مصنوعی میذاشت، صندل پاش میکرد و راه میافتاد برای همه طلب آمرزش میکرد. همیشه یا بین فقرا و کارتون خوابا میشد پیداش کرد، یا وقتی که در حال دلداری به معتادای مواد مخدر و الکلیا بود. پدر مادرش مجبور بودن اونو هر بار از یه محله ناجور بیارن به خونه. اونم پاهاشو زمین میکوبید، جیغ میزد، عروسکاشو به سمتشون پرتاب میکرد. اونام در جواب این کارش بهش میگفتن مسیح هیچ وقت پاهاشو زمین نمیکوبید، جیغ نمیزد، عروسکاشو پرت نمیکرد. اون جواب میداد اون عیسی قدیمی بود. فهمیدین؟ اون عیسی قدیمی بود. یه روز دخترک دوباره از خونش فرار میکنه و تا 2 روز پدر مادرش هیچ جا پیداش نمی کنن. تا اینکه یه پیغام تلفنی میشنون از کشیشی که نمیشناختنش. از صدای کشیش معلوم بود که خیلی عصبانی بود. اون تو پیغامش گفته بود همین الان بیان کلیسا، دخترتون اینجاست. تا حالا کلی مزخرف تحویل ما داده، اولش برامون جالب بود ولی الان دیگه واقعا آزاردهنده است. پدر مادرش برای برگردوننش خیلی سریع به طرف مرکز شهر میرن، ولی به خاطر سرعت بالا با کامیون گوشتی که از روبروی اومد تصادف میکنن. ماشینشون چپ میشه، سر هر دوتاشون قطع میشه و میمیرن. دخترک وقتی از مرگ پدر مادرش باخبر میشه فقط یه قطره اشک میریزه، نه بیشتر، چون فکر میکرد مسیح هم اگه پدر مادرش رو توی یه حادثه رانندگی از دست میداد فقط یه قطره اشک میریخت. و اینجوری میشه که اون از شهر به یه جنگل منتقل میشه تا در اونجا با پدر مادر ناتنی شیادی زندگی کنه. البته اونا توی فرم ثبت نام نگهداری از بچه در مورد شیاد بودن خودشون چیزی ننوشته بودن. اونا از مذهب متنفر بودن، از مسیح متنفر بودن، از همه متنفر بودن. خب به هر حال کسی که از همه متنفر باشه حتما از یه دختر بچه هم متنفره. اما دخترک تنفر اونها رو با قلبی از مهربانی تحمل میکرد و از خدا میخواست که اونها رو ببخشه و بیامرزه. اما این روش کارساز نبود. وقتی یه روز یه شنبه اصرار داشت بره به کلیسا، پدر مادرش به زور صندلاشو ازش گرفتن، وادارش کردن پا برهنه و تنها توی جاده های ناهموار و پر از خورده شیشه راه بره. ولی اون وقتی به اونجا رسید ساعتها زانو زد و از پدر مقدس خواست که اونها رو ببخشه و بیامرزه. بعدش هم به خاطر خونی که از پاهای زخمیش توی صحنه کلیسا راه افتاده بود از اونجا بیرونش کردن. بعدش هم به خاطر دیر رفتن به خونه تنبیه شد. دخترک به خاطر تقسیم غذا با بچه های فقیر تو مدرسه کتک میخورد. به خاطر دلخوشی دادن به بچه های زشت کتک میخورد. به خاطر دنبال بیمارای جزامی افتادن کتک میخورد. زندگیش سراسر شکنجه بود. ولی اون همه این دردها رو با لبخند تحمل میکرد و فقط باعث قوی تر شدنش میشد. تا اینکه یه روز به یه گدای کوری برمیخوره. دخترک مثل مسیح یکم خاک رو با آب دهنش قاطی میکنه و به چشمای مرد کور میماله. مرد کور به خاطر مالیدن خاک قاطی شده با آب دهن به چشش از اون به پلیس شکایت میکنه. وقتی پدر مادر ناتنیش اونو از ایستگاه پلیس به خونه برمیگردونن بهش میگن پس تو میخوای دقیقا شبیه مسیح باشی، درسته؟ دخترک میگه آه بالاخره شما لعنتی ها فهمیدی من چی دارم میگم. اونا یه مدت بهش خیره میشن و بعد همه چیز از اینجا شروع میشه. نامادریش تاجی از سیم خاردار تو سرش فرو میکنه. ناپدرش اونقدر با شلاق میزنتش تا بیهوش میشه. وقتی بهوش میاد بهش میگن هنوزم میخوای مثل مسیح باشی؟ دخترک در حالی که گریه میکنه میگه بله میخوام.
بعد اونا وادارش میکنن صلیب چوبی سنگینی رو توی اتاق نشیمن با خودش بکشه، تا اینکه زانوهاش خم میشه، ساق پاش میشکنه، بهش میگن هنوزم میخوای مثل مسیح باشی؟ دخترک میگه بله میخوام. بعد اونا دستاشو با میخ به صلیب میکوبن، پاهاشو خم میکنن، با میخ به صلیب میکوبن، صلیب رو به دیوار بلند میکنن، ولش میکنن، میرن تلویزیون تماشا میکنن. وقتی همه برنامه های خوب تلویزیون تموم میشه، تلویزیون رو خاموش میکنن، نیزه ای رو تیز میکنن و بهش میگن هنوزم میخوای مثل مسیح باشی؟ دخترک بغضشو قورت میده، نفس عمیقی میکشه و میگه نه، نمیخوام مثل مسیح باشم، من خود مسیحم. اونا هم نیزه رو توی پهلوش فرو میکنن، همونجا ولش میکنن تا بمیره، میرن میخوابن. فردا صبح از اینکه دخترک هنوز زنده است، نمرده، متعجب میشن، اونو از صلیب میکشن پایین، زنده توی یه تابوت میخوابونن، بهش میگن تو دخترم، تو اگه مسیحی باید رستاخیز داشته باشی و بعد از 3 روز دوباره از سر جات پاشی، مگه نه؟ دخترک لبخندی میزنه، زیر لب زمزمه میکنه دقیقا، و منتظر رستاخیز میمونه، میمونه و بدین وسیله من به سهم خود در کشتن 6 نفر اعتراف، 3 نفر که خود به تنهایی آنان را کشتم و 3 نفر دیگر که من و برادرم با هم کشتیم. آخرین جرمی که مرتکب شدم قتل برادرم مایکل بود. ممنون از اعترافت به این یکی کاتوریان، چون ما خودمون هیچ وقت نمیتونستیم ثابتش کنیم. و و و و و نجاتش از وحشت شکنجه و اعدام و یه چیزایی درباره اینکه چقدر برادرش رو دوست داشته واقعا هم نشون دادی. 3 روز قبل از کشتن برادرم هم یک دختر بچه لال را کشتم، اسمش را نمیدانم. او را بر اساس داستان چیتوپولسکی. این آخر صفحه است. امتحان نمیدی که با دستت روشو پوشوندی. او را وقتی کشتیم که داشتیم داستان عیسای کوچک را بازی میکردیم. تو این داستان رو خوندی تو پولسکی؟ بله اونجاست. آیه کاتوریان، جنازه اون دختر بچه رو کجا قایم کردی؟ کروکیشو پشت صفحه کشیدم، حدود 200 متری پشت خونمون تو جنگل کامنیس یه چاه هست به اسم چاه آرزو. نزدیک چاه دفنش کردم، کنار دو نفر دیگه؟ الان دارم بهش میرسم. کجا شیریه؟ او ریش مصنوعی میذاری، صندلش را پایش میکرد، راه میافتاد و برای همه طلب آمرزش میکرد. یعنی وقتی داری یه داستانی رو میخونی که بفهمی توش دختر بچه چجوری کشته شده، بهتر نیست اول آخرش رو بخونی؟ من برم بچه های پزشکانونی رو بفرستم جنازه شو ببرم. چرا باید آدم هایی مثل تو وجود داشته باشن؟ و من پسر بچه را در حالی که برادرم در حال بریدن انگشت های پایش بود نگه داشته بودم، وقتی که داشتیم داستان شهری روی رودخانه پرانتز باز که نسخه از آن به زمین پیوست از پرانتز بسته رو بازی میکرد، و من دختر بچه را نگه داشته بودم وقتی که برادرم سیب هایی شبیه آدمک را که وسطشان تیغ های ریش تراشی گذاشته بود به اون میخوراند، همون موقع که داشتیم مردان کوچکی سیبی را بازی میکردیم پرانتز باز که نسخه از آن به زمین پیوست از پرانتز بسته. تو واقعا فکر میکنی ما به محض اینکه تو رو کشتیم تک تک داستاناتو نمیسوزونیم؟ ما
من به شما قول دادم همه چیو صادقانه اعتراف کنم، شما هم قول دادین همه داستانمو به اضافه پرونده‌ام یه جای امن نگه می‌داریم 50 سال بعد منتشرشو می‌کنیم. چی باعث شد فکر کنیم ما به قولمون عمل می‌کنیم؟ برای اینکه در اعماق وجودم حس می‌کنم شما آدمای شرافتمندی هستید. در اعماق وجودت، در اعماق وجود لعنتیت میشه این تیکه رو بنویسم بعداً کتکم بزنی؟ الان دارم اون قسمتی رو می‌نویسم که چجوری پدر مادرمو کشتم. تو پدر مادرت هم کشتی؟ چرا؟ من یه داستانی دارم به اسم نویسنده و برادر نویسنده. اونجا اصلا نمیدونم خوندیش یا نه. خب که چی؟ من یه جورایی از هر نوع نوشته‌ای که حتی خیلی مبهم مربوط به شرحال خود نویسنده باشه متنفرم. فکر می‌کنم آدما به این دلیل درباره چیزایی که می‌دونن می‌نویسن، چون نمیتونن درباره چیزایی که نمی‌دونن بنویسن. چون فکر می‌کنم آدما احمق‌تر از اون هستن که بتونن با تخیلشون یه چیزی رو خلق کنن. ولی داستان نویسنده و برادر نویسنده تنها داستان منه که کاملا هم تخیلی نیست. توی قسمتش من اشاره داشتم که چجوری پدر مادرم برادرمو شکنجه میکردن. برادر چند سالش بود وقتی پدر مادر شکنجه رو شروع کردن؟ 8 سال. من 7 سالم بود. چه مدتی ماجرا طول کشید؟ 7 سال. و تو همه این سالا همه چیزو میشنیدی؟ دقیقا تا روز آخر، بله. ولی نمیدونستم چی بود. و تو اونا رو کشتی؟ یه بالش گذاشتم روی سر هر کدومشون، بعدم کنار چاه آرزو دفنشون کردم. دوران کودکیت میتونه دفاعی خوبی توی دادگاه به حساب بیاد. البته باید بگم میتونست، اگه ما نمیخواستیم بی خیال دادگاه شیم و تهیه سر دیگه کلکتو بکنیم. من نمیخوام منتظر دادگاه بشم، من فقط میخوام شما سر قولتون بمونین، منو بکشین ولی همه داستانای منو یه جای امن نگه دارین. خب کشتن تطمیع رو این قولمون حساب کن. من به تو اعتماد دارم. از کجا میدونی که میتونی به من اعتماد کنی؟ برای اینکه در وجود تو یه چیزی هست که نمیدونم چجوری بگمش. بذار من خودم بهت میگم اون چیه. نفرت عمیق، انزجار، بیزاری از آدمایی مثل تو، از آدمایی که حتی کوچکترین انگشتشون رو روی بچه‌ها بلند میکنن. با این حس و با از خواب بیدار میشم، تو تمام مسیر تا سر کار با من، تو گوشم مدام زمزمه میکنه اونا نمیتونن قصر در برن. من صبح زودتر میام سر کار، باتری رو چک میکنم تا مطمئن میشم درست کار میکنه، الکترودا رو چک میکنم، اقرار میکنم بعضی وقتا این خشونت بیش از اندازه شده، گاهی پیش اومده این خشونت بیش از اندازه رو روی آدم کاملا بیگناه به کار برده باشم. اما اینو بهت بگم، حتی اگر من خشونت بیش از اندازه رو روی آدم کاملا بیگناه به کار برده باشم، فایدهش اینه اون آدم وقتی پاشو از این اتاق میذاره بیرون دیگه حتی فکر داد زدن سر یه بچه کوچولو رو هم نمیکنه، چون میدونه اگه گذرش دوباره اینجا بیفته با من طرفه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد، آیا اینو رفتار مأمور پلیس اخلاقا درسته؟ البته که درسته، اما میدونی چی، اصلا برام مهم نیست، چون وقتی پیر شدم میدونی چی میشه، بچهای کوچیک هر جا میرم دنبالم میان، منو به اسم میشناسن و میدونن که من چه خدمتی بهشون کردم، برای تشکر به من شیرینی میدن، منم شیرینیاشونو قبول میکنم، ازشون تشکر میکنم و بهشون میگم به سلامت به خونه هاشون برگردم، و اینطوری من احساس خوشبختی میکنم، نه به خاطر شیرینیا، چون اصلا شیرینی دوست ندارم، به خاطر اینکه من مطمئنم، آره من مطمئنم اگه من نبودم خیلی از اونا زنده نبودن، چون من پلیس خوبیم، آره من پلیس خوبیم، چون پای یه چیزی وایسادم، من پای یه چیزی وایسادم، پای یه چیز درست، شاید همیشه عمل کردم درست نبوده باشه، ولی طرف درستی بایستادم، طرف بچه ها، درست نقطه مقابل تو. بنابراین وقتی میشنوم یه بچه ای بروشی مثل عیسای کوچک یا هر چیز دیگه کشته شده، میدونی چیه؟ تو را حتی به خاطر نوشتن همچین داستانی هم تا آخرین لحظه مرگ شکنجه میدم، چه برسه به این که واقعاً این کار انجام داده باشی. پس میدونی چیه؟ لعنت به پدر و مادرت که با تو و برادرت بدرفتاری کردن، لعنت به اعتراف هم تموم نشده. مهم نیست، اگه دستم بهشون میرسید باهاشون کاری میکردم که الان میخوام با تو بکنم، چون دو تا آدم عوضی هیچ وقت نمیتونن یه بچه درست حسابی بار بیارن، دو تا آدم عوضی هیچ وقت نمیتونن یه بچه درست حسابی بار بیارن. پس بشین زانو بزن لطفاً، زانو بزن، زانو بزن. اینجا چه خبره؟ میخوام وصلش کنم به این باتری. چرا؟ داشتیم حرف میزدیم. درباره چی؟ هیچی. نکنه تو داشتی درباره وقتی که پیر شدم بچه ها میان شیرینیاش رو به من میدن حرف میزدی؟ عوضی! بله؟ امروز دفعه دومه داری توهین میکنی یا؟ تو بشین، زانو بزن. من یه بار مؤدبانه بهت گفتم، لطفاً زانو بزن. اولین کسی که بهت گفت زانو بزن کی بود اریل؟ پدرت یا مادرت؟ حدس میزنم پدرت. درسته؟
تو مزخرفاتو درباره پدرت که بیش نگفتی. من هیچی درباره پدرم نگفتم. بازم میخوای اون مسئله رو پیش بکشی و مشکلات دوران کودکی کثافتو؟ من هیچی رو نمیخوام پیش بکشم. توی که همش داری مشکلات دوران کودکی. من هیچ وقت درباره مشکلات دوران کودکیم حرفی نزدم. هیچ وقتم از عبارت مزخرف مشکلات دوران کودکی استفاده نمیکنم. پس از چه عبارتی استفاده میکنی؟ کودکی آزار پدر دیده؟ میخوای به زندانی اطلاعات بیشتری بدی تو پولسکی؟ من فقط خسته شدم ریل. از همه کسایی که اینجا واسه توجیه رفتار کثافتشون دوران کودکیشون رو بهانه میکنن. پدر من الکلی پرخاشگر بود. منم الکلی پرخاشگرم؟ بله هستم. ولی من خودم انتخاب کردم. به راحتی هم اقرار میکنم. باش من میخوام زندانی رو شکنجه کنم. زندانی رو شکنجه بده. خیلی وقت منتظر نگهش داشتم. امروز دیگه از حد گذروندی توپولسکی. من دارم اعترافات زندانی رو میخونم اریل. برای اینکه چیزی در ارتباط با این پرونده از قلم نیفتاده باش. من دارم کارمو درست انجام میدم. فقط برای ارضای حس فانتزی انتقام سادیستی خودم این محکوم لعنتی رو شکنجه نمیدم. خیلی دیگه از حد گذروندی توپولسکی. زندانی رو شکنجه بده. تا نیم ساعت دیگه باید یه گوله تو مغزش خالی کنی. الان پدرت کجاست اریل؟ تو بولس که حرف نزن لعنتیه که من حرف نزن. من دارم اینا رو میخونم. اون تو زندانه؟ من دهنتو به من منحرف. اگه نبندم چی کار میکنی؟ شکنجم میکنی بعدش اعدام میکنی درسته؟ اون تو زندانه؟ دارم تمرکز میکنم. نه تو زندان نیست. من به چی گفتم ها؟ به چی گفتم؟ هیچ وقت دستگیرش نکردن؟ نمیتونستن دستگیرش. توپولسکی همه اینجا تمومش کن اعدام بدی خیلی بد میشه. تمومش کن. چرا نتونستن؟ یه حس بدی به میگه آره تو راست میگی. چرا نتونستن دستگیرش کنن؟ چرا نتونستن دستگیرش کنن؟ چون اریل زودتر اونو کشته بود. خب در واقع یه قتل نبود. بود؟ بیشتر شبیه دفاع از خود. مستحق تخفیف به خاطر ابتلا به یه بیماری روانی یا یه همچین چیزی. من چون میخوام اذیتش کنم هی میگم قتل. ببین منم اگه همچین بابایی داشتم میکشتمش. نمیکشتم. اریل وقتی پدرش خواب بوده یه بالش رو صورتش نگه میداره. میبینم که شما دوتا کلی با هم نقاط مشترک دارید. همین الان میرم به فرمانده درباره نحوه رفتار توی این بازجویی گزارش میدم. این بازجویی از همون اولش هم روی حساب کتاب پیش نرفت. از همون اول همه اون چرت و پرتایی که درباره دید پیرامونی بهش میگفتی چی بود؟ مشوش کردن و بی‌ثبات کردن زندان. چرت و پرتای احمقانه توی کتاب راهنما هست دیگه. وقت بذار بخون. الان میخوام بدون کمک الکترودای تو از آقای کاتوریان سوال کنم. آره به فرمانده میگم جای منو تو رو توی این پرونده عوض بکنه و منو بکنه مسئول این بازجویی. بهشم میگم بار اول نیست که از این اتفاقا میفته. فرمانده همون جور که گفته منو دوست داره و این کارا میکنه. قبلا هم از این جور جابجایی شده. تو توبیخ میشی و این پرونده میفته دست من. من اون کسیم که این پرونده لعنتی رو میبنده. حالا اولین اقدامت برای بستن این پرونده چیه؟ کاری که اگه نمیومدی میکردم شکنجه زندانی توسط شوک برقی. چرا؟ چرا؟ چون بچه لعنتی رو کشتی. دیدی؟ ولی اولین کاری که من میخوام بکنم بازپرسی از اون درباره نحوه کشته شدن اون دختر بچه لاله. ازش سوال میکنم آقای کاتوریان آیا حقیقت یه جورایی رسمی میپرسم اریل یاد بگیر. آقای کاتوریان آیا حقیقت داره که تو و برادرت هنگام بازی کردن نقش های داستان عیسای کوچک تاجی از خار رو بر سر اون دختر بچه گذاشتی؟ بله حقیقت داره. حقیقت داره. دومین سوالم اینه آیا این کار قبل از این بود که اون دخترک رو با شلاق کلفت زدین یا بعدش؟ بعد ما خودمون همه اینا رو میدونیم. سومین سوالم اینه آیا بعدش از اون خواستین صلیب سنگینی رو حمل کنه و بعدش اون رو به صلیب کشیدین؟ بله ما این کارو کردیم. و آیا بدتر از اون یه نیزه بزرگ لعنتی رو توی پهلوی کوچولوی قشنگش فرو کردین؟ بله متاسفانه. و آیا در آخر دفنش کردین؟ بله. گفتم ما خودمون همه اینا رو میدونیم. توی داستان اصلی وقتی دختر بچه دفن میشه هنوز زنده است. سوال اینه آقای کاتوریان وقتی اون دختر بچه لال رو توی گور میذاشتی مرده بود یا زنده؟ نمیدونم. بله؟ نمیدونم. نمیدونی. نمیدونی که مرده بود یا زنده. اریل میشه سر راه پیش دوست فرمانده بچهای تیم جستجو رو خبر کنی ازشون بخوای کمی عجله کنن چون ممکنه بخوای زمین برای پیدا کردن یه دختر بچه لال زنده بکنی. متشکرم پسر. آیه کاتوریان چطور میشه که تو ندونی اون دختر بچه مرده بود یا زنده؟ گفتنش خیلی سخته. خیلی منظم نفس نمیکشید. فکر کنم مرده بود. باید مرده باشه مگه نه؟ باید مرده باشه مگه نه؟
من کجا میدونم؟ من تا حالا یه بچه رو به صلیب نکشتم، تو تابوت نذاشتم. حدس میزنم مرده، ولی فقط حدس میزنم. زمانی که داشتم برای بچه های دادگاه و پزشکی قانونی حرف میزدم، یه ها این سوال به ذهنم اومد. مرده؟ واقعا مرده؟ ببین کاتولیان، مزخرفاتی که درباره عیسی کوچک گفتی فقط میتونه برای اریل کافی باشه، ولی برای من نه. کور خوندی، چون اریل پلیسه، گشت میزنه مواظب اطرافه، مثل سگای پلیس واق واق میکنن، بو میکشن مواظب اطرافه، ولی من یه کارگاه هم گاهی اوقات دلم میخواد تعاطو قضیه رو در بیارم. مطمئنم مرده، ولی خیلی مطمئنم نیستی ها. یه بار من یه داستان کوتاه نوشتم، یه جورایی جهانبینی خودم رو توش بیان کردم. حالا جهانبینی که نه، چون من اصلا جهانبینی ندارم. میدونی کاتوریان، از نظر من دنیا یه تپه گوهه. خب اینکه جهانبینی نمیشه، میشه. ولی من اون داستان کوتاه رو نوشتم. اگه جهانبینیم توش نیست، نگاه هم به حرفه کارآگاهی و ارتباطش با دنیاهای بیرون توش هست. آره، تو چرا هنوز زانو زدی؟ نمیدونم. احمقانه است. پشو. دلت میخواد داستانم رو بشنوی؟ بله. هیچ وقت نه نمیگفتی؟ میگفتی؟ نه. اسمش چیه؟ اسمش چی بود؟ داستان پسر بچه کری که روی ریل‌های راه آهن راه میرفت در چین. خب اسم خوبیه نه؟ بله اسم خوبیه. نه واقعا چی فکر میکنی؟ اجازه داری صادقانه نظرتو بگی. من آدم با جنبه‌ایه. راستش بدترین اسمی که تا حالا شنیدم. یه اسم نباید دوتا مکس داشته باشه، حتی یه مکس هم نباید داشته باشه. این اسم حتی نقطه هم داره. نتیجه میگیریم اسم مزخرفیه. خب شاید اسمی باشه که از زمان خودش جلوتره. ممکنه اسمای مزخرف از زمان خودشون جلوتر باشن. ممکنه اسم جدید باشه، ولی ما که درباره آینده چی نمیدونیم. در حال حاضر اسم مزخرفیه. خیلی خوب، به اندازه کافی در موردش حرف زدیم. دیگه اجازه اظهار نظر نداری؟ حرفمو پس گرفتم. همین که الان اینجا یه کتک مفصل نمیخوری، خیلی شانس آوردی. خیلی خوب، کجا بودم؟ پسر بچه کر روی ریل راه آهن. در چین؟ در چین، بله ببخشید. خواهش. یکی بود، یکی نبود. یه پسر بچه کر بود که نمیتونست چی رو بشنوه. درست مثل همه بچه های کر. و این داستان توی چین اتفاق بود. پس اون یه پسر بچه کر چینی بود. حالا من خودم هم نمیدونم چرا چین رو انتخاب کردم. نه چرا میدونم چرا چین رو انتخابی. از قیافه این پسر بچه های چینی خیلی خوشم میاد. دیدی چرا بامزه؟ به هر حال اون داشت یه جایی روی خط آهن که سر تا سر دشت کشیده شده بود قدم میزد. سر تا سر دشت های چین که هیچ درختی توشون نیست و فقط و فقط بیابون لعنت. شاید این پسر بچه کمی عقب افتاده هم باشه. باره. شاید یه پسر بچه کر چینی عقب افتاده. آخه اون کره، اون وقت داره روی این خط آهن راه میره. خب خیلی خطرناکه. اگه وقتی یه قطار از پشت سرش بیاد چی؟ نمیتونه بشنه و له و لورده میشه. اتفاقا همون موقع یه قطار گنده لعنتی از پشت سرش ظاهر میشه. ولی خب چون ازش فاصله داره، حالا نمیتونه بهش بزنه. ولی بالاخره که میزنه. اما حدود یک کیلومتر اون طرفتر از خط آهن که پسر بچه داره روش راه میره، یه برج قدیمی عجیب و غریب هست. شاید ارتفاعش 30-40 متر. بالای این برج پیرمردی زندگی میکنه. یه پیرمرد چینی عجیب و غریب. با یه سیبیل چینی عجیب و غریب بلند، دو تا چش لوچ، با یه دونه از اون کلاهای بامزه کوچولو. بعضی از مردم فکر میکردن اون خیلی عاقله. بعضی دیگه نه، فکر میکردن یه کمی غیر عادیه. به هر حال سالها بود که هیچکی با اون حرف نزده. مردم حتی نمیدونستن که اون مرده است یا زنده. البته که زنده است. اگه مرده بود تو داستان من نبود. اون توی برج خودش مشغول ساخت ابزارالات و کشیدن نقشه ها و طرح‌های متنوع و اختراعات مختلف و اینجور کار است. دور و برش هم پر از کاغذ و نقش است. پیرمرد از پنجره قوسی شکل خونه‌اش بیرون رو نگاه می‌کنه.
پسر بچه رو میبینه که فقط 1 کیلومتر حالا شد 0.5 کیلومتر از پایین برج فاصله داره و فقط 2 شاید 3 کیلومتر مونده پشت سر بچه قطار داره با سرعت نزدیک و نزدیکتر میشه. خب پیرمرد وضعیت رو دقیقاً ارزیابی میکنه. یه پسر بچه کر که داره روی خط آهن راه. خب اون پسر بچه کر که نمیتونه صدای قطار رو که از پشت سرش میاد بشنوه. الان که با قطار تصادف کنه و تیکه و پاره بشه. بنابراین پیرمرد از کجا میدونست پسر بچه کره؟ ها؟ پیرمرد از کجا میدونست پسر بچه کره؟ سمعکش رو میبینه. پیرمرده هم قطار رو میبینه، هم بچه رو میبینه، هم سمعک بچه رو میبینه. اما اصلا سعی نمیکنه بدو پایین جون اون بچه رو نجات بده یا همچین کاری که هر آدم معمولی میبینه. اون چیکار میکنه؟ هیچ کاری نمیکنه. هیچ کاری نمیکنه جز اینکه شروع میکنه به یه حساب و کتاب ساده روی برگه یک کاغذ. یه حساب و کتاب بر اساس سرعت قطار، طول خط آهن، سرعتی که پسر بچه داره با پای کوچولوش راه میره. یه حساب و کتاب برای اینکه بفهمه قطار دقیقاً در چه نقطه‌ای از این خط آهن این پسر بچه یه کر چینی لعنتی رو لو لعبد. خب پسر بچه که همونجوری داره میره، قطار هم که از اون بر همونجوری داره میاد. پسر حدود 300 متر با پایین برج فاصله داشت که حساب کتاب پیرمرد تموم و متوجه میشه که قطار دقیقاً در فاصله 100 متری از پایین برج با پسر بچه تصادف میکنه. پیرمرد که حوصله‌اش از این همه حساب و کتاب سر رفته با کاغذی که روش محاسبه کرده بود یه موشک کاغذی درست میکنه و اونو از پنجره اتاقش به بیرون پرواز میده و بر میگرده سر کارش بدون نگرانی برای پسر بچه کر چینی بیچاره. 110 متر مونده به پایین برج پسر بچه از روی خط آهن جست میزنه که اون موشک رو بگیره. قطار مثل برق از پشت سرش رد میشه. پایان. داستان قشنگی بود. داستان قشنگی بود. از همه داستان آشغال تو که بهتره. 101 راه حل برای به سیخ کشیدن یه بچه لعنتی. نه نه از همه داستانای من بهتر نیست ولی داستان قشنگیه. یه پیشش داستانی کم داره تو پرسید. آقای کاتوبیان اجازه اظهار نظرهای آشغال تو در مورد داستانم پس گرفتم. نگرفتم. داستان من از تمام داستانای تو بهتره. بله بله داستان تو از همه داستانای من بهتره. حتما من نفهمیدم. حتما. حتما من نفهمیدم. ولی کجای داستان جهانبینی تو و نگاهت به حرفه کارگاهی توش مشخص شده؟ نگرفتی کاتوریا؟ اون پیرمرد عاقل منم. اون پسر بچه عقب افتادم نماد مردم. بدون اینکه حتی به چیزی توجه کنه همینجور داره به راه خودش ادامه میده. اون حتی نمیدونه یه قطار گنده لعنتی از پشت سرش داره میاد. ولی من که میدونم. بس با حساب و کتاب هوشمندانه و پرتاب دقیق و به موقع موشک کاغذی جون اون احمق از تصادف با قطار نجات میده. هیچکی کاتوریان حتی یه تشکر خشک و خالی هم از من نمیکنه. مهم نیست. من احتیاج به تشکر کسی ندارم. تنها چیزی که برای من مهمه اینه که در ازای زحمات و رنجهایی که تو این راه میکشم جون این پسر بچه از تصادف با قطار سالم در میره. پس پیرمرد عمدن اون موشک رو میفرسته برای پسر بچه. آره نفهمیده بودی؟ نه فکر میکردم پسر بچه تصادفی اون موشک. پیرمرد عمدن این کار رو بکنه چون میخواد جون اون بچه رو نجات بده. آها اون تو پرتاب موشک خیلی ماهره. کلا تو هر کاری خوبه ها. ولی مگه بیخیال پسر بچه نشد و انگار براش اصلا مهم نبود؟ نه 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 مثلا بیخیال شد. اون جود پرتاب موشک ماهره حتی لازم هم دونه موشک دقیقا کجا میره. از همه مهمتر میدونه اون بچه عقب افتاده است. عقب افتاده ها که عاشق موشک کاغذی هست. پسر بچه جست میزنه که اون موشک رو بگیره. واضح نبود؟ نه واضح نبود. ولی من میدونم چجوری میتونستی واضح نبود. ببین آقای کاتوریان من دیگه حاضر نیستم به نصیحت های ادبی تو گوش کنم. در ضمن دیگه صبرم تموم شده و میخوام بر خلاف قولی که بهت دادم تمام داستانای لعنتی تو رو بسوزونم.
تو پرس که داستان واقعا داستان خوبی بود. داستان من از تمام داستانای تو بهتر. داستان تو از همه داستانای من بهتر بود. واضحه که اون پیرمرد می‌خواست جون اون بچه رو نجات بده. کاملا واضحه. تو برای این داستان منو دوست نداشتی چون پسر قصه من آخرش نمرد. نه نه من واقعا داستان تو رو دوست داشتم. من هیچ ربطی به سوزوندن داستانای من نداره. داستان تو واقعا داستان خوب بود. هرچی دارم بیشتر بهش فکر می‌کنم بیشتر ازش خوشم میاد. چه افتخاری می‌کردم اگه من اون داستانو نوشته بودم. واقعا. واقعا. حالا منم که واقعا نمیخواستم اینا رو بسوزونم. من سر قولم وامیستم. اگه یه نفر باشه که سر قول خودش وامیسته اونم تو پلیسی. خودم میدونم. من واقعا برای این رفتارت ارزش قائلم. مطمئنم برات اهمیتی نداره من ارزش قائل باشم یا نباشم. ولی من واقعا برای این رفتارت ارزش قائلم. نه برای منم ارزشمنده که تو برام ارزش قائل. عجیب نیست کاتوریان. من و تو این همه با هم نقاط مشترک داریم. و چقدر حیف که مجبورم کمتر از 20 دقیقه دیگه یه گوله تو مغزت خالی کنم. البته تو هم چند تا داستان خوب داری ها. مثلا مرد بالشی هیچ جوری از ذهنم بیرون نمیره. یه چیز لطیفی تو این داستان بود این که اگه یه بچه‌ای تو تنهایی در اثر یه حادثه بمیره در واقع تنها نبوده، اون چیز نرم و مهربون کنارش بوده که دستانش رو بگیره و اینجور کارا. اینکه یه جورای مرگ انتخاب خود بچه بوده خیال آدم رو راحت میکنه. تو بچه ای از دست دادی؟ من برخلاف اریل وارد مسائل شخصی نمیشم که بعدش بخوام محکوم بشم. پسرم قرب شده تنهایی داشت ماهیگیری میکرد احمقانه سرت بعدش میبریم اتاق بغلی اونجا یه گوله تو مغزت خالی بکنی. چرا اتاق بغلی چرا همینجا نه؟ چون تمیز کردن اتاق بغلی آسون تره. همینجوری یه دفعه شلیک میکنی یا یه فرصتی برای دعا به هم میدی؟ من اگه بخوام یه دفعه شلیک کنم میام میگم میخوام یه دفعه شلیک کنم میگم خدای من قربان این نویسنده نابغه قاتل روانی رو باید بهتر بده. آخه چرا خنگ بازی در میاری؟ 10 ثانیه بهت وقت میدم پس بهتره تا میتونی دعا خوندن خودتو کوتاه کنی. من فقط میخوام برای برادرم دعا کنم. فقط برای برادرت؟ نه برای اون بچه های کوچیکی که کشتی. فقط برای برادرت؟ دختر بچه رو پیدا کردن؟ چه مرگته؟ ها؟ دقیقاً چه مرگ مرده بود درست؟ نه زنده بود؟ کنار چاه آرزو پیداش کردن سه تا بچه خوک کنی آب و غذا هم همراه شد. بچه خوک هم یه عالم غذا داشتن. دختره الان بیرون همراه با پدر مادرش خیلی هم خوشحاله. فقط میخواد بدون اجازه داره بچه خوکا رو نگه داره. بهش گفتم بعد از تو بپرسم. دارم از تو میپرسم تو پولسکی ها؟ دختره اجازه داره بچه خوکا رو نگه داره؟ آره 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 اجازه داره. همراهش یه سترنگ سبز هم پیدا کردن. اسکلت های پدر مادر این روانی هم همونجا که خودش گفته بود کنار چاه آرزو پیدا کردن. پس اون به قدر دو نفر که ما هیچی دربارشون نمیدونستیم اعتراف کرده و همینطور کشتنه و چه ای که در واقع کشته نشده. چرا؟ چرا؟ از من میپرسی؟ بله از تو میپرسم چرا؟ خب تو پلیسی میدونی چیه؟ تو رئیسی، تو باید بدونی. اگه من رئیسم الان به دستور میدم که گزارش بدی. از اینکه اون بچه زنده است زیاد خوشحال نیستی. حتی این روانی هم از اینکه اون بچه زنده است خوشحاله. تو از این ناراحتی که اون بچه ریده تو همه کارگاه بازیات.
واضحه که اون دختر بچه به رنگ سبز نقاشی شده بود و اون بچه خوکا برای اجرای نمایش، برای اجرای داستان خوک سبز کوچولو شاهکار بود توپولسکی. من از رنگ سبز و بچه خوکا به این نتیجه رسیدی. سوال اینه چرا نکشتنش، تا چرا این روانی به کشتنش اعتراف کرد؟ دارم این داستان رو میخونم ببینم نشونه ای هست توش. اما خیلی راحت میتونیم ازش بپرسیم. یه بار گفتم دارم اینو میخونم. میشه به ما بگی اون دختر بچه این لال چرا هنوز زنده است؟ نه نمیشه. ولی خیلی خوشحالم که زنده است. خیلی خوشحالم. مطمئنم خوشحالی زنده است. مطمئنم تو بیشتر از توپولسکی لعنتی خوشحالی که اون بچه زنده است. یه سوال دیگه ازت میپرسم. اون پسر بچه یهودی بیچاره که انگشت پاشو بریدی و از خون ریزی مرد، موهاش چه رنگی بود؟ مشکی. قهوه‌ای. قهوه‌ای. یه جور مشکی قهوه‌ای. یه جور مشکی قهوه‌ای. متاسفانه باید بگم مادرش یه ایرلندیه لعنتی بود. موهای لعنتی پسرم مثل موهای لعنتی مادرش قرمز بود. حالا میخوای چند تا سوال درباره دختر بچه‌ی توی بوت هزار ازت بپرسم؟ نه. برای اینکه تو این لعنتی هیچ کدوم از اون دو تا بچه رو نکشتی، درسته؟ لعنتی تو حتی اون بچه‌ها رو ندیدی، درسته؟ تو به برادرت گفتی اونا رو بکشه؟ من تو امروز هیچی درباره اونا نمیدونم. پدر مادرت هم برادرت کشت؟ نه پدر مادرمو خودم کشتم. خب تنها قتلی که ما صریحا میتونیم به تو نسبت بدیم قتل برادرت مایکله. بنابراین بعید میدونم به خاطر کاری که نکردی اعدام بشی. من جای تو بودم خیلی خوب فکر میکردم قبل از اینکه اون اعتراف رو بدم. نه پدر مادرمو خودم کشتم. ولی تو هیچ بچه‌ای رو نکشتی. کشتی؟ نه. در اختیار شما کارگاه توپولسکی. نه خیلی خوب بود. آره خیلی خوب بود. آره در ضمن از اینکه اون دختر بچه زنده است من خوشحالم، فقط میخواستم سرکار احساساتی نشم. آها الان متوجه شدم. آقای کاتوریان فقط برای کنجکاوی شخصی خودم میپرسم، چرا به قتل این بچه ها اعتراف کردی؟ میخواستم داستانمو نجات بدم. فکر میکردم اگه همه اون قتلا رو گردن بگیرم همونطور که شما ازم میخواستین، منم میتونم از شما قول بگیرم که داستانه منو نسوزونیم. قول ما برای حفظ داستانات برای این اساس بود که اعترافاتت صادقانه باشه. با توجه به چیزی که الان در مورد نکشتن این دوتا بچه میگی نشون میده که اعترافاتت صادقانه نبوده. پس واضحه حالا که اعترافاتت صادقانه نبوده تمام داستانای لعنتی تو هم میسوزه. من مطمئنم تو این کارو نمی‌کنی. کلا تو بگی سر دمای کاتوریان تا سوختن داستاناتو نبینی. اریان تو پرس. اریان آیا ما به عنوان آدمای شرافتمند قول ندادیم که اگه آقای کاتوریان اعترافاتش صادقانه باشه داستاناشو نمی‌سوزونی؟ بله درسته. آیا اون به کشتن پسر بچه یهودی که نکشته بود اعتراف نکرد؟ اعتراف کرد. آیا اون به کشتن دختر بچه با تیغ ریش دراشی که اونم نکشته بود اعتراف نکرد؟ اعتراف کرد. آیا اون به کشتن دختر بچه لال که اصلا نمرده بود اعتراف نکرد؟ اعتراف کرد. پس آیا ما به عنوان آدمای شرافتمند این حقمون نیست که تمامی داستان‌های آقای کاتوریان رو بسوزونیم؟ بله حق مسلم ماست. ما اینجا 400 تا داستان بیشتر نداریم، چیزی هم نیست. یه کمی نفت بریزم آخ یه وقت خودم رو نسوزونم، یه وقت خطرناک نباشه کاتوریان. میدونم همش تقصیر تو نیست، میدونم اون بچه ها رو نکشتی، میدونم برادرت رو نمیخواستی بکشی و میدونم پدر مادرت رو به دلایل درستی کشتی و من واقعا برات متاسفم، واقعا متاسفم. من قبلا هیچ وقت همچین حسی به هیچ محکومی نداشتم و نگفتم، ولی من از همه اولم از داستانه لعنتی تو بعدم میومد. میفهمی چی میگم؟ فکر میکردم منو میبرین اتاق بغل، بعدا شلیک میکنیم. خیر، همینجا بهت شلیک میکنم. سر کارت گذاشته بودم. اون 10 ثانیه ای هم که قول داده بودی الکی بود؟ بهش 10 ثانیه وقت بدیم تو پلسی. باشه 10 ثانیه. من نویسنده خوبی بودم. بودی. به فعل ماضی پیوستی. آره بودم. 10 9 8 7 6 5 4 3
4 لعنتی چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ گفتی 10 ثانیه بهش وقت میدی، کار خوبی نکردی. گوش کن ریل، امروز به اندازه کافی نق زدی. کاغذبازی اداری این پرونده رو تموم کن، اینجا رو تمیز کن، این داستانا رو هم بسوزون. من باید برم با پدر مادر اون دختر بچه لال حرف بذارم. چرا؟ من همه چیزو باید به تو توضیح بدم. لازم نکات بسیار مهمی رو درباره نگهداری اون بچه خوکا بهشون یادآوری کنم. در 7.34 ثانیه‌ای که قبل از مرگ بهش داده شد، کاتوریان به جای دعا برای برادر سعی کرد به آخرین داستانش بکنه. نتیجه‌ای که بهش رسید بیشتر شبیه یه پاورقی بود تا داستان. و اون پاورقی این بود. یه پسر بچه خوشحال و سرحال بود به اسم مایکل کاتوریان. شبی که پدر مادرش میخواستن شکنجه 7 سالش رو شروع کنن، مرد بالشی اومد کنارش نشست و باهاش درباره آینده وحشتناکی که در پیش داره حرف زد و بهش گفت زندگیش توسط تنها کسی که واقعا دوستش داره، یعنی برادرش، توی زندان به پایان میرسه. مرد بالشی به مایکل پیشنهاد میکنه بهتر نیست خودکشی کنه و خودشو همین جا و همین موقع از این مهلکه و همه چیزهای وحشتناک بعدی نجات بده. مایکل به مرد بالشی میگه ولی من اگه خودمو بکشم دیگه برادرم صدای شکنجه های منو نمیشنوه، میشنوه؟ مرد بالشی میگه نه. مایکل میگه اگه برادرم صدای شکنجه های منو نشنوه نمیتونه اون داستانا رو بنویسه، درسته؟ مرد بالشی میگه درسته. مایکل یه مدت فکر میکنه و بعد میگه من فکر میکنم همه چیزو باید همین جوری که هست بذاریم باشه. منی که شکنجه میشم و برادرم که صدای شکنجه های منو میشنوه و بقیه ماجراها. چون من داستان برادرمو خیلی دوست دارم. داستان طبق معمول قرار بود با پایانی غم انگیز تموم بشه، با رنج و عذاب کشیدن های مایکل، نوشتن اون همه داستان توسط کاتوریان و سوزوندن و از بین بردنشون برای همیشه توسط یه مأمور پلیس خشن. داستان قرار بود اینجوری تموم بشه، ولی به دلیل گلوله‌ای که 2 ثانیه زودتر به مغز کاتوریان شلیک شد، داستان ناتمام باقی موند. شاید بهتر شد که داستان اونجوری تموم نشد، چون اونجوری خیلی هم بر مبنای واقعیت نبود، چون اریل به دلایلی که فقط خودش میدونه اون داستانا رو برای سوزوندن توی سطل نمیندازه، بلکه اونها رو به دقت مهرموم میکنه و کنار پرونده کاتوریان میذاره تا 50 سال دست نخورده باقی بمونه. این حقیقت شاید با پایان معمولا غم‌انگیز داستانهای نویسنده منافات داشته باشه، ولی یه جورایی با روح ماجرا بیشتر جور در میاد.